خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 17 ماه می 2019 میلادی و برابر است با 27 اردیبهشت ماه 1398. میدونید که در ایران سال 1400 دوباره همین اوضاع و احوال و بازی های نمایشی انتخابات و اینها هست، ولی میگن تا اون موقع ممکن آقای روحانی استعفا بده. شما نظرتون چیه؟ و امروز ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 57 دقیقه دیگه، با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود و ایشون درباره چه باید کرد صحبت میکنن. قرار بود با آقای امیر حسین لادن باشیم، متاسفانه ایشون براشون اشکالی پیش آمده و مجبور شدن که برن به یکی از دوستان کمک کنن. امیدواریم که اون دوستم حال و احوالش خوب بشه و بتونیم به زودی آقای لادن رو داشته باشیم. و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن شرق آمریکا، با آقای حسن ارشاد با برنامه 222 خواهیم بود که ایشون هم همیشه شماره تلفن و طرق تماس رو به شما میگن که چگونه میتونید باشون تماس بگیرید. اگه حتی مایل هستید در برنامه هاشون مهمان برنامه باشید و الی آخر. و اما بریم سراغ برنامه های خودمون، سربی با مردم، و ببینیم که دنیا چه خبر از دنیا. یه شعری بود میگو چه خبر از ایران، ببینیم چه خبر از دنیا. خانم لیلا میلانی رو دیدم، بعد از مدت ها آمدند اینجا و ای کاش که توی این برنامه هم بیان تا من بهشون جواب بدم. بذارید ببینم میتونم اینجا پیداشون کنم. خانم لیلا، این لیلا رو هم 10 جور می نویسن، ما نمیدونیم که چجوری اسم ایشون رو باید بنویسیم تا بیان. حالا نیستن، ولی خانم پروانه میلانی اینجا هستن. بذارید من، اگر آمدن آمدن، اگه نه که دیگه هیچ. آمدن توی برنامه قبلی که با خانم دکتر زنوسی بودیم و نوشتن که من I'm not buying. آمریکایی‌ها وقتی میخوان بگن حرفایی کسی رو قبول ندارن میگن I'm not buying، یعنی من این حرفایی که میزنه قبول ندارم، نمیخرم. و من نمیدونم ایشون چیزی نمیفروخت که شما بخوای بخری یا نخری. ایشون میگه برید به مردم کمک کنید، نمیخواین کمک کنید کمک نکنید. من دیروز همینجا از این خیابون که رفتم یه آقایی با عصا با کارتون مقوا دستش بود، نوشته بود که من به اصطلاح ارتشی هستم که در جنگ ویتنام شرکت کردم و امروز به کمک شما احتیاج دارم. یه جمله قشنگی زیرش نوشته بود، نوشته بود هر کدام از ما در یک زمانی به دیگران احتیاج داریم. حالا شما که نشستی تو ماشین، یا اینو قبول میکنی، دست میکنی $1 $5 بهش میدی، یا قبول نمیکنی، شیشه رو نمیکشی پایین فوشش بدی، شیشه رو نمیکشی پایین بهش بگی آقا مردک با این شکمت برو کار کن. من نمیدونم ما ایرانی ها این چه اخلاق بدی داریم. طرف نشسته کنار خیابون، فقیره، گدایی میکنه، شما یا بهش کمک میکنی یا کمک نمیکنی. شما وای نمیسی بغلش به مردم بگید به این کمک نکن. بله اگه بیاد مزاحمتون بشه، همینجوری که داری راه میری دنبالت بیفته لباس تو هی بگیره، اگه کمکش نکنی بهتون پرخاش کنه، اون موقع شما حق داری. ولی اگه این نشسته اینجا کاری به شما نداره، نمیفهم. بله خانم میلانی هم اومدن، خیلی ممنون. میگن که حرفای این خانم برای من کوشر نیست. خب دوستان، این کلمه حلال و حرام و کلیمیا میگن کوشر، حالا اونا نمیدونم چجوریه. و این خود کوشری که شما اینجا ازش استفاده کردید خیلی حرف دربارش هست. خانم خیارشور رو تو این قوطی میفروشه؟ خیارشور رو تو این قوطی هم میفروشه؟ آخه این خیارشور چیه که کلیمیه می‌نویسه روش این کوشره؟
حتما شما احتیاج داری یک کسی دعا بخونه به حرفای خانم نسترن زنوسی. من این خانم رو اینجا 20 سال میشناسم، دیدم که پسر نابینایی رو آورد اینجا، اون موقع من تو تلویزیون رنگارنگ بودم و کمک کردن از این بیمارستان به اون بیمارستان و تو خونه خودشون، یعنی کسی که شما میدونی شما فامیلت میاد خونتون معذب میشی، دوست پسرتون دوست دخترتون میاد اونجا یه شب میخوان بمونن، نمیگم معذب میشی، یکم سیستم زندگیت میریزه به هم. حالا یه از ایران یه فرد، احتمالاً اینا بیشترم دهاتی هستن، شما بیاری آمریکا با مادرش تو خونه خودت نگه داری. بله خانم دکتر زنوسی خونه بسیار قشنگ و خوبی دارن، چون هم خودشون دکترن، هم پدرشون دکتر بوده، هم شوهرشون دکترن، از لحاظ پول و دارایی کم ندارن. خب خیلی ها من میگن آقا این خانم اگر میخواست کمک کنه تو خونه اینجوری زندگی نمیکرد. من نمیدونم، بعضی وقتا ما اشکال داریم. در صورت ممنون و متشکرم. تهمت نزن. چشم خانم میلانی، تو رو خدا جمعه است هر جا بودی امیدوارم بهت خوش گذشته باشه. من به کسی تهمت نزدم، من راجع به کوشر و اینی که حتی میان باج میگیرن از رستورانا، اون کلمه کوشر میاد میگه که شما به ما ماهی انقدر بده تا ما اعلام کنیم این رستوران کوشره. من میگم اون کلمه که شما استفاده کردی کلمه خوبی برای این صحبت نبود. این خانم اتفاقا امروز برعکس همیشه که میگفت شما اگر 10 دلار برای من بفرستین من میرم ایران یک کیسه برنج و یک شیشه روغن میدم به افراد، امروز وقتی تماس گرفتن، از الان 2 هفته 3 هفته است، گفتن که من اصلا میخوام به مردم بگم به دیگرانم کمک نکنید، به خانوادتونم پول ندید، خودتون یه جوری. من نمیفهمم این کجاش کوشر نیست، وقتا میگفتم سرش ببرید تا حلال بشه. در اصل ممنون و متشکرم از شما، خیلی خوشحالم که اینجا هستید، امیدوارم شما هم یه روزی بیاین و این جرأت شهامت رو پیدا کنید که عکستون رو نشون بدین، اسمتون رو نشون بدید، حرف بزنید با مردم، بعدم شماره تلفنتون رو بذارید، راه تماس رو بذارید تا مردم هم با شما تماس بگیرن. مرسی مرسی مرسی. بله نه من دیگه جواب نمیدم. ممنونم، اگه خواستید یه وقت بگیرید با هم صحبت میکنیم، نیم ساعت یک ساعت هم مهمان من باشید. و اما یه دوستی به نام خسرو پیام گذاشته، پیاماشو براتون پخش میکنم، ولی قبل از اینکه پیام اونو بذارم بذارید جواب این دوستمون رو براتون بخونم. میگه سلام، این خسرو آقا دروغ میگه، از یک طرف از کمبود وقت سخن میگه، از طرف دیگر برنامه 2 ساعته ها را میبینه، همچین مغزش محدوده، هیچ موضوعی نبود در گفتارهای عقل بشر دربارش نظر بده، فقط اسم من. این دوست ما که از خلیج فارس برنامه درست میکنه و میفرسه، من هم میشناسمش، هم عکسش رو دیدم، هم شماره تلفنش دارم، هم اسم و آدرسش رو دارم، همه چیشو دارم، به خاطر مسائلی که توضیح داد برای من و قابل قبول بود گفت الان من نمیخوام اسمم گفته بشه. ولی آقای خسرو خان، مگه شما که می اومدی تو برنامه ها صحبت می کردی ما چیزی به غیر از خسرو می دونستیم؟ خدا رحمت کنه، دیروز رفتم این مراسم ختم یا یادبود خسرو داریوش صاحب موبیدیک های اینجا و خیلی مجلس خوب مرتب و اینها بود، یه چند تام عکس گرفتم، همه اومده بودن، از بزرگان شهر تا کوچیکایی که اگه این کوچولوها نباشن من و شما خوراک گیرمون نمیاد. جالب بود، دیدم آقای کنگرلو اونجا بود، آقای باحالو اونجا بود و دیگران که میشناسم، شاید نخوان اسمشون رو بگیم اینها. ولی یه نکته برای من خیلی جالب بود، من همین جوری که تو این هتل شرایتون بودم نگاه کردم ببینم اون یک نفری رو که برای من سوال بود میبینم یا نه. اجازه بدید من اینجا بنویسم. بله متاسفانه ندیدم و آمدم بیام برم بیرون، تلفنم زنگ زد، وایسادم یه چند دقیقه صحبت کردم، دیدم چند نفر دارن میرن و دارن با هم صحبت میکنن. یکیشون به یکی دیگه گفت که آقا خیلی کار خوبی کردی که اومدی. من نگاه کردم دیدم این همون آقایی که من دنبالش میگردم، آقای محمد رفی،
میتونم بگم یکی از اولین شرکا یا همکاران آقای خسرو صاحب موبیدیک که 11 سال با هم بیشترین وقت رو گذروندن. اون موقع خسرو فقط یه مغازه داشت یا بعدش شاید 2 تا مغازه داشت، خب مثلا 25 تا 26 تا نبود، احتمالاً بیشتر وقتشون رو اونجا میذاشتن. و شما میدونی وقتی توی کاری شریک هستی، شما با شریکت وقت بیشتری میذاری تا زن و بچه و فامیل و دوست. دوستا رو آخر هفته ممکنه نیم ساعت یه ساعت ببینی، همسر و بچه ها رو صبح و شب ببینی یه ساعت دو ساعت، ولی با این شریکت از صبح ساعت 7 که میری تا 7 شب 12 ساعت هم سفر، هم خوراک، هم گفتگو، به قول آقای لادن همگام هست. بعد از 11 سال اینا به یه مشکلی برخوردن. خیلی طبیعیه تو کار، آدم با برادرشم، من با برادر خودم یه روزی به یه نتیجه رسیدیم که بیایم این بیزینس رو جدا کنیم، چون اگه بیزینس رو جدا نکنیم بیزینس ما رو جدا میکنه، و خیلی خوشحالم که این کار رو انجام داد. خب اینا وقتی خواستن جدا بشن، حالا یا جوانتر بودن و اینها، 11 سال 30 سال 19 سال 20 سال پیش میشه دیگه، چون عمر موبیدیک 30 ساله و اینا 11 سال با هم بودن بعد جدا شدن، میشه 19 سال پیش. کارشون به بحث و گفتگو و دعوا و دادگاه و شکایت کشید، بعد جدا شد. خب من با هر دوشون دوست بودم دیگه، خسرو که از بین رفت بیچاره، و میدیدم وقتی میرم این دوستمون محمد دلخوره و تعریفای میکرد که من اینجوری زحمت کشیدم، اونجوری زحمت کشیدم، این به اصطلاح سزای من نبود که اینجوری باشه و اینها. ما هم دلداری بهش میدادیم، چون میدونست که ما رابطمون با خسرو چگونه است. ولی هیچ وقت توی این 20 سال من از خسرو نشنیدم که درباره بیزینس یا درباره آقای محمد رفی کلمه ای صحبت کنه، حالا یا به علت گرفتاری ها یا موضوعات دیگه بود، یا اینکه گفته خب دیگه ما یه زمانی با هم بودیم تموم شده، رفتیم دادگاه هم تصمیم گرفته، ایشون رفته رستوران خودش رو باز کرده، منم که همون کار خودم انجام. خب حالا اینی شما داشته باشید. من وقتی که خسرو فوت شد هفته پیش، همین پنجشنبه، همین جمعه من خبردار شدم، چون پنجشنبه فوت شده بود، صبح جمعه آقای سعید صنایعی به من خبر داد که منم فکر کردم این یه شوخی بیمزه است، از این شوخی‌ها تا حالا خیلی شده. و یه دفعه باور کنید، اول به فکر همین آقای محمد رفی افتادم، گفتم حالا محمد رفی این خبر رو میفهمه چه حالی بهش دست میده، چون من میدونستم این باهاش دوسته. درسته تو شراکت ممکنه مشکل سر پول، دعوا، سر فلان، ولی دوسته، مثل برادره. تا دیروز دیدم که چه حالی داره. ممنونم آقای محمد رفی، ورزشکار بودنت، پهلوان بودنت رو دیروز ثابت کردی، آفرین به شما، آفرین به شما. و نمیخوام بگم من فکر میکردم شما نمیای، گفتم من از وقتی هم که اومدم اون طبقه دوم اون بالا، هر چی نگاه میکردم منتظر بودم شما رو ببینم. و چقدر خوب شد که اون تلفن شد که من وایستم اونجا، چون شما رو ندیدم، احتمالا میگفتم که ببین نیومد این روز، ولی شما آمدی، آفرین، بزرگی کردی. من به نوبه خودم به عنوان دوست خسرو، به عنوان داداش کوچیکش از شما ممنونم، از طرف خانوادش از شما ممنونم، از طرف تمام دوستاش از شما ممنونم. امیدوارم که در زندگیت موفق باشی، سالم باشی، پیروز باشی. و همین دوستی همین که با همه که با هم اختلاف داریم، باز اون روزی که این اتفاق پیش میاد بیایم و در مراسم همدیگه حداقل شرکت کنیم. حالا اگه قبلش بتونیم اون مشکلات رو کنار بذاریم و بیایم با هم سلام علیک داشته باشیم، که دیگه اون نور علی نور میشه. خب بله، این آقا خسرو 2 تا پیام گذاشته، اجازه بدین من پیامو بذارم پخش کنم و صحبت کنم. یک کمی میخوام، امروز جمعه است،
خانم لیلا میلانی آمد اینجا شکایت کرد، ما میخوایم در صندوق شکایت رو باز کنیم. بله، این دوستمون جواب داده هیچ موضوعی تو این 101 برنامه عقل بشر این آقا پیدا نکرد، نظرش جلب نشد، بجز این که من اسمم رو نمیگم و میگم شخصی از خلیج فارس. تصور کن اسم من محمود نیکخو هست، تصور کن اسم من حاج محمد سربی است، داشتیم بیچاره آقای حاج محمد باقر سربی، فکر کن اسم من ایرج میزان پناه هست، چه فرقی میکنه برای شما آقا خسروی که داری دانشگاه میری تو این سن و سال و شما رفتی سعید به شما کمک کرد، حالا خودت داری میگی کامپیوترتو اینجوری کرد اونجوری کرد، بعد وقتی درست شد شما یا درست نشد هرچی، شما نه تلویزیون مردم رو حمایت کردی نه زنگ زدی یه تشکری بکنی. آقا قبول کنید ماها بلد نیستیم، قبول کنید بلد نیستیم، قبول کنید ماها آدمای خسیسی هستیم. حالا یه مقدارش از این دوستان جهود و کلیمی و اینها داریم چون با ما زندگی کردن، ما با اونا زندگی کردن، ما میخواستیم مثل اونا زرنگ باشیم. این نمیشه اگه بهشونم بگی خسیس بدشون میاد، حسابگر بودن. ولی هر کس که هنگام تر ایده به ایزان نظر موضوع را از بحث منطقی به شخصی تغییر دهد حتما بیدانش و مغزش محدود و بسته است. منتظر نظر بینندگان و شنوندگان هستم، با اینکه به خارج رفتند بیشعوری مغزشان در همان حد میهن مانده. وقتی برنامه های گاد تالنت را میبینید تماشاچیان هنگام ورود شرکت کننده که هنوز چیزی نگفته برایش دست میزنند و تشویقش میکنند. بیشعوری های مردم کشورهای عقب افتاده دنبال نقطه‌ای میگردند که تقدیم کننده و یا شرکت کننده را کوچک و خرد کنند. این وضع را از کودکی که اجرا کننده اغلب برنامه های مدرسه بودم تجربه کردم و وقتی نمیتوانیم با کسی رقابت کنیم به فکر چوب لای چرخش گذاشتن هستیم. پیام آقا خسرو رو گوش کنیم و ببینیم که اولا بهتون تبریک میگم که شما داری مدرسه میری و دانشگاه میری و اینها و به نظر میرسه شما مسلمان واقعی عزیز گهواره تاگور دانش بجوی، ولی بعضی وقتا دیدید این دوستان اینجا هی میره میخونه آقا فلان لیسانس هم گرفتم، فوق لیسانس هم گرفتم، دو تا دکترا گرفتم، سه تا دکترا گرفتم، بعد ازش میپرسی حالا کارم میکنی، میگی نه آقا هر جا میرم من اوور کوالیفاید هستم. اوور کوالیفاید یعنی آقا شما رو ما بیاریم اینجا باید یه تخت پادشاهی برات بذاریم یا یه صندلی ریاست بذاریم، ما که رئیس نمیخوایم، رئیس خودمون داریم، ما کارگر میخوایم و شما هم دیگه از سطح کارگری رفتی بیرون. بمانه بیایم اینجا ببینیم این دوستمون مسئله چی گذاشته. آقا خسرو مصاحبه قیابی. بله ناد نه بریم 3 دقیقه ماشاءالله صحبت کرد. درود بر شما جناب آقای سوربی. بله من خسرو هستم. درست تشخیص دادی، اون یکی 2 ماه پیش من یه پیغام گذاشته بودم. عرض میشه حضورتون وقتی که گفته بودم بعد از مدت ها و این به حساب پرسش شد، پرسش شما بود که چرا بعد از مدت ها جواب بدم که من 3 سالی هست که دارم کالج میرم و هدفم که به حساب واحدار انتخاب میکنم معمولا 4 تا 3 تا 8 تا 12 تا 1 هر دفعه باید انتخاب کنم و خب اینا همه عمر داره، درس داره، گرفتاری داره دیگه، آدم وقتی میکنه مثل سابق باید بخواد بشین 2 ساعت برنامه شما رو ماشاءالله کم زمان نگیبره برنامه شما. علتش این بود و بعد در مورد کامپیوتر صحبت هایی کرده بودی که ما قرارمون این بود که هر کی کامپیوترش میبره پیش آقا شهی درست میکنه، نمیدونم همت عالی یه مقدار به ما کمک بکنه. درسته میفرمایید هر با شماست، اما من که کامپیوترم بردم پیش آقا شهی، آقا شهی درستش نکرد و خوب بود که وقتی که اون پیغامم برای شما گذاشت گفت بر این هم خود خسرو هست میگفت که من کامپیوترش نتونستم درست کنم، ولی نگفت اینا رو متاسفانه.
من بردم اونجا، ضمن اینکه خب لطف کرده بودین و گفته بودین، من رفتم پهلوش، یعنی زنگ زد، آدرس داد، من رفتم اونجا و کاری که برای من کرد این بود که هاردورش رو مثل که عوض کرد، نگاه کرد، چک کرد، دیدن اشکال از هاردور نیست و من چون به حساب خودم با دقت زیاد اون فنش رو که صدا می کرد باز کرده بودم و عوض کرده بودم، فکر کردم سوخت. همینجا وایسا آقا خسرو، من نمیدونم الان شما از چه سیستمی داری تلفن میزنی، احیانا چون مثل من حسابگر و خسیس هستی از این تلفن‌های مجانی یا ارزون کامپیوتری، ولی صدای کامپیوتر شما یا صدای فن، صدای پنکه کامپیوترت همین جوری داره تو این میاد و شما میگی اون یکی هم فنش اشکال داشت. بله، فن این کامپیوترها برای که بعضی وقتا مخصوصا اگر گرم بشه جاشو درست نذاشته باشین همش داره کار میکنه، بعد یه جایی باشه خاک بره توش، چون خاک میره توش و گریسکاری هم نمیکنیم، اینا به صدا میفته، هر از مدتی عوض میکنه. ولی ببین دوست عزیز، شما با من تماس گرفتی، من شماره ایشونو دادم، با اون تماس گرفتی، اون آدرس داده. ببین همش رو اطمینانه، همش رو اطمینانه، همش رو احترامه، آدرس داده، شما به ایش زنگ زدی گفتی من دارم میام، اون نشسته برای شما. چرا؟ گفته من الان وای میسم، خسرو میاد این کار براش انجام میدن، این تلویزیون مردم رو حمایت میکنی. شما رفتی اونجا کامپیوترت هم عوض کرد و اینها، حالا بعد میگی درست نشده. شما آقا اصلا به ما زنگ نزدی بگی رفتم نرفتم فلان، گفتی حالا وایستم ببینم یه ما این کامپیوتر کار میکنه یا نه، بعدن یه پولی بدم. ما اینجا منتظر صدقه کسی نبودیم که شما بخوای این پول دور سر خودت بچرخونی، دور پنکه لپتاپت بچرخونی، دور آفتابه نمیدونم توالتت بچرخونی، بعد $10 برای من بفرسی. ما همینجوری که خانم نسترن زنوسی یه دکتره، اینجا کارش رو میبنده، مطبش رو میبنده، میره سیستان و بلوچستان، حتی کشر نیستا، هنوز کشر نشده به قول خانم لیلا. همه ما میدونیم آقا سوربی که الان اینجا نشسته، اینجا الان کارگر گیر نمیاد. شما برو دم هوم دیپو که اون وقتا وای میسادن میگفت ساعت $10، الان ساعتی $20 $25 کارگر گیر نمیاد به خاطر این ترامپ شالاتان احمق. فکر کنم یه مدت دیگه باید بریم دم وایت هاوس بگیم این دختر تو، این داماد تو، اینا بفرست بیان نمیدونم چمن بزنن فلان. اینه، نه اینکه شما اینقدر حسابگر باشی که حالا این سعید که اینو درست کرد درست شد یا نه تا من یه پولی بفرستم. تازه حالا بعد از چند سال ما صدای شما چون وقتی زنگ زدی به گوش من آشنا آمد، گفتم ایشون بیننده ما بوده. شما حتی اون موقع نگفتی من خسروم. چرا نگفتی من خسروم؟ برای که خودت یه احساس گناهی داشتی. حالا تازه شما اومدی اعتراض میکنی که چرا اون آقا اسمش رو نمیگه. بفهمم. و عوض کرده بودم جابی رو، دوباره نشت کرده بودم، وقتی که دوباره بستمش برو استارت کردم دم که نه تو سرویس نیست. به هر جهت اون چون آقا سعید نتونست کاری بکنه، منم طبیعتاً بابتش هزینه نباید پرداخت میکردم. البته اگر درست میکرد 100% من جبران میکردم، حالا یا به شما یا به ایشون، فرق نمیکنه. محال من چیزی را از کسی بگیرم و جا جبران نکنم، این را از بچگی از پدرم آموخته بودم. حالا زیاد نمیخوام موضوع کش بدم. موضوع آقای عقل بشر متاسفانه. آقا 3 دقیقه 2 دقیقه و 42 ثانیه این موضوع رو کش دادی. حالا بفهم. من باید بگم آقای عقل بشر. حالا اگه اون بقوله معمول فرض کنید که یه اسمی مستعارم برای خودش انتخاب میکرد، کما این که مثلا فرض کن ما توی مسائل سیاسی یا تو مسائل اجتماعی یه کسی یه مسئله رو مطرح میکنه. بعد بله شد 3 دقیقه، بریم پیام بعدی ایشون رو بشنویم. اوکی، یکی از این ورتر فکر کنم این باشه.
این یکی 2 دقیقه و 26 ثانیه هست. بفرمایید. برای داشتم عرض میکردم که متاسفانه تایم تموم شد. مثلا کسی یه مطلبی رو میگه، بعد خب یه خورده احتیاط میکنه، میگه که مثلا تو اخبار که صحبت میکنه میگه که نخواست نامش فاش شود، و ما هم معتقدیم که بله بعضی ها ممکنه توی یه سری مسائل باید احتیاط کاری بکنن، اما این مسئله که وقتی آدم وارد مسائل اجتماعی میشه و میخواد مطرح باشه یا به هر جهت میخواد مردم بهش توجه بکنن، نمیشه که آدم برای خودش یه اسمی هم انتخاب نکنه. حداقل بهانه که الان امروزه هر کس هر برنامه تلویزیونی همینجا شما داشته باش. آقا معجزه به چی میگن؟ معجزه به کارایی که نشدنیه، امکان پذیر نیست، یه نفر انجام میده. آقا سوربی و این آقای گفتار عقل بشر معجزه انجام دادن، آمده 101 برنامه فرستاده بدون اینکه اسمش رو بگه. ولی خیلی جالبه، شما آقا این دانشگاه رو تعطیل کن، بیا تو خیابون با مردم سعی کن دکترای مردمی بگیری، دکترای خیابون بگیری. شما میگی نمیشه یه نفر بیاد؟ آقا طرف نوشتنده است، اسمش گذاشته میم ف سخن، شما اسم آقا رو بذار میم قاف سخن، اسم خود خسروه، بذار خسرو شماره 2. من یه بار رفتم شرکت زیمنس شیراز، اون آقای حیدری بود، گفت بیا، چون ما به اصطلاح هنرجوی نمونه بودیم. بعد رفتیم اونجا، یکی بود به نام اسداللهی زوج. من وقتی اومد خودش معرفی کرد من خندم گرفت، چون ما همه چیز داشتیم، مثلا آقای فلان فرد، آقای اسداللهی فرد. بعد این وقتی گفت من اسداللهی زوج هستم من خندم گیره. گفتم واقعا میگی؟ گفت بله، ما میخواستن فامیل انتخاب کنن، اسداللهی بوده بهمون ندادن، اسداللهی فرد بوده بهمون ندادن، پدر من گفته اسداللهی زوج. فامیلی طرف اسداللهی زوج بود، بهترین تراشکار رشته هنرستان و زیمنس شیراز بود. خب حالا شما گیر دادی به اسم این آقا، 101 برنامه هیچی ازش یاد نگرفتی؟ اون قسمت اول که چقدر قشنگ برای خود دلیل آوردی که به تلویزیون مردم کمک نکنی، حمایت نکنی، تازه پدرت هم یادت داده که آقا مفتخور نباش. آقا شما چند سال منو میشناسی؟ چند سال برنامه ما رو دیدی؟ بله ما تا سال 2006 به هیچ کس نگفتیم یک پنی به ما پول بدی. اصلا تعجب میکردم وقتی یکی میگه پول، میگه آقا پول برای چی؟ بعد دیگه ما هم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شدیم، به قول اون آقای نویسنده مهمان آقای سبا، جماعت جنایتکار، و شروع کردیم پول گرفتن. شما از سال 2016 تا امروز که سال 2019 هست، این 13 سالی که اون موقع دانشگاه نمیرفتی برنامه ماشالله 2 ساعت منو نگاه میکردی، ما این همه گفتیم حمایت، شما چه حمایتی کردی؟ آقا شما مفتخوری؟ خبر نداری. شما خسیسی؟ خبر نداری. یه کمی دقت کن رو خودت، یه کمی به خودت نگاه کن. من یه وسیله رو خریده بودم از ایبی، این شماره‌ای که زده بود روش مثلا نوشته بود شماره 11، وقتی آمد اینجا براش فرستادم، گفتم آقا این شماره 8 هم نیست. گفت زیرش رو نگاه کن، زیرش رو نگاه کردم، گفتم این اونجا هم هیچ شماره ننوشته، و با کاغذ چسبوندن زدم. طرف آمریکاییه، تو نیویورک. گفت من معذرت میخوام، من برات یکی دیگه میفرستم، این یکی رو شما نمیخواد پستش کنی، شما بدش به یه انجمن خیریه، بده به یه کسی که احتیاج داره. آقا اینا اینجوری موفق شدن که حالا شما میاد با افتخار تو این سن و سال میری کالج، میری دانشگاه، به واحد و به دانشگاه و به کردیت نیست، به این کارای داوطلبانه است، به اینه که اینا از بچگی یاد میگیرن، میره فروشگاه دنگ 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 داره میزنه، اون یکی نمیاد بگه آقا من این کشر قبول ندارم، اون یکی نمیاد بگه این پدر سوخته برای کلیساست قبول ندارم. همش دنبال دلیلی میگردیم که عذر خودمون رو موجه کنیم،
عمل کمک نکردن به دیگران رو توجیه کنیم. آمریکایی‌ها یه مسئله دارن، شادم خوب نباشه، میگن برای هر کاری درست مثل بدن که 9 تا سوراخ داره و هر کدومش هم یه بوی مخصوص میده، شما میتونید 9 تا اکسکیوز یا 9 تا عذر بیاری، ولی اگه بخوای کار انجام بدی این 9 تا سوراخ و 9 تا بو و اینا رو باید بذاری کنار، بری اون کار انجام بدی. منم اول همین جوری بودم، میگفتم آقا برم مجانی برای این کار کنم، خب میتونم حالا برای $30 در بیارم. هممون هیچ برو $30 در بیار، برو $30 در بیار، هممون افتخار میکنیم ما نسل اولی هستیم اومدیم اینجا، ولی چقدر موفق تر از این آمریکایی هستیم. این آمریکایی هنوز اجاره نشینه، من یه خونه که دارم هیچی، 2 تا خونم دادم اجاره، تازه برای بچه‌م هم خونه خریدم فلان اینا. نه، اون آمریکایی با خونه نداشتنش باعث شده تو بیای اینجا، و یه احمقی مثل ترامپ که امروز همه پولا رو هی جمع کرده و دیروز میگفت که ما باید امتحان بذاریم ببینیم طرف انگلیسی بلده، بعدن راش بدیم اینجا، ببینیم از لحاظ جسمی سالم هست. همه گفتن کر خر، اولین کسی که تو انگلیسی مردود میشه خودتی و زنت، از لحاظ سلامتی اولین کسی که مردود میشه خود احمقتی. مرید یعنی نمیدونم به فارسی چی بگیم. ببینیم اینو که میخوایم بیاریم اینجا سرش به تنش میارزه یا نه. اگر پدر بزرگ قرمساق تو رو میخواستن ببینن سرش به تنش میارزه یا نه، باید همونجا تو دریا مینداختنش خفه بشه بره سراغ کارش. اینجوری هست، و هر کسی هم هر کاری میکنه فکر کنه حق داره. الان این دوست ما نوشته که آقا شما 20 سال فلان میشناسی. خانم این آقای سعیدی که شما میگی کلاش، من هر چی معامله باش کردم از آدمای دیگه بهتر بوده. شما میخوای من بیام دروغ بگم؟ شما چه معامله با این انجام دادی که اینقدر از دستش ناراضی هستی؟ خب یه ویدیو پر کن بذار رو فیسبوکت برای مردم بفهمن. وقتی من پول دادم ماشینمون رو آمدن درست کردن نتونستن رفتن، بعد به این زنگ زدم گفتم سعید ما یه جیپی داریم این مشکلشه. گفت من کجا هستی الان میام؟ گفتم نمیخوام الان بیار. من گفتم که گفت آقا من اومدم اینجا برای اینایی که پیر هستن سالمند هستن ضرب و موزیک و اینها و نزدیکت هستم میام. اومده اونجا کراواتش درآورده انداخته پیرنش درآورده رفته زیر ماشین، بعدن به من میگه این ماشینه یادتون باشه کاتالیک کانورتورش خرابه و ریخته پایین، گرون هم هست، یه چیزی که توش طلا هست کهنه‌ش هم از شما $200-$300 مثل که میخرم، ریخته پایین این ماشین تو خفه میکنه. این علامتی که تو میگی، میگی روشن میشه، میرم تا سر خیابون خفه میشه، برای که روشن میشه این دودا جمع میشه تا اونجایی که فشار نمیاد کار میکنه، همچین که فشار من نتونست بده بیرون خاموش میشه. آمد 5 دقیقه درستش کرد، نه پولی از من میخواد نه چیزی بگم بده. خب آقا خانم آدم کار خوبی انجام داده میگیم خوبه، کاری بدی انجام داده باشه، یه دفعه یه کاری کرده بود یه نفر شاکی شده بود آمدیم گفتیم، بعد این آمد گفت آقا این آقایی که به شما زنگ زده گفته من پول فرستادم از خارج این برام ماشین نفرستاد، این ماشینش اینجاست. بهش میگم آقا پول رو بردم ماشین خریدم، حالا پول پست باید بفرستی. میگه ندارم، چیکار کنم؟ خودم این ماشین رو بندازم توی اقیانوس شنا کنه بره اونجا؟ آقای سوربی من تکم، هیچکی دیگه نباید مثل من مفتخور باشه، دومی و رقیب و اس درست نکن. میگه من آخه شما فکر کردی تنها مفتخور ایرانی هستی؟ من اینجا روزانه شبانه در تماسم، میبینم که اوضاع و احوال چیه، ناراحت نباش شما نیست. اوکی، میگه قصه حسین کرد شبستری، میگه به قول پدر من 100 من 1 قاز. خب اینم از این. میگه زری به کوچولو درست گفتی، در زمان مافیا وقتی که پول یا مشروبی از راه قانونی بود میگفتن کوشر است، یعنی قانونی است. ولی شما خیارشور کوشر برای من توضیح بدی. خب ببینیم این دوست ما آقا خسرو پیامش رو حداقل حالا اگر اسکایپ هم نباشه
حداقل تصویرش میذارن و صدای اون رو پخش میکنن. بارها و بارها توی مشاهده دیدم من. ولی خب همه دارن به حساب کسانی که مثلا آقای پرد کن آقای مشیری، برای مشیری که یه سری مسائل میپیچه به پرپای اسلام و قرآن و محمد و علی و قرآنی حرفا که جانش در خطر هست، با این حال میاد توی اسکایپ قشنگ بر خودش حرفشو میزنه. حالا اون آقا نمیخواد بگیم رو اسکایپ بیا، اقلن برادر یه طوری باشه که آدم بشناسه شما رو، یه طوری باشه. و بعد این کلماتی که استفاده میکنه یعنی مطلبش رو آدم دیگه توجه نمی کنه، همش تو فکر این هست این دفعه میخواد چی بگه. مثلا فرض کن میگه می تقمیمم، یا مثلا می شرحم، یا به اختیارت، یا می اقدامم، یا نمی ارجن. حالا رفتی درباره همین می تقدیمم تحقیق کنی؟ اتفاقا ایشون جواب داده که در یه برنامه ای درباره همین که اینجوری صحبت میکنه، چون دوستان دیگه ازش پرسیدن آقا شما چرا اینجوری صحبت میکنی، جواب داد. بذارید من براتون بخونم در چه برنامه ای که تماشاچیان انوان ورود، و میخوام تاریخ اون برنامه رو بهتون بگم که برید توی آرشیو یا بایگانی ما و اون رو ببینید. یک لحظه ببینم کجا بود. این از این. در هر صورت توی برنامه ایشون توضیح داد، ولی شما الان میتونستید بگی آقا من میخوام ببینم شما چرا به جای بگی تقدیم میکنم میگی میتقمیمم. این میگه آقا کردن و دادن رو ما در زبان فارسی بی خود و بی جهت استفاده میکنیم. تقدیم میکنم چی؟ میگه میتقمیمم، میتقدیمم. ما اصلا نمیتونیم بگیم. اون روز هم به من گفت ایشون که دلیلی که من خودمم برای گفتنش اشکال پیدا میکنم برای که تکرار نشده، ولی اگه تکرار کنیم به صورت روزمره آسون میشه برام. بله. سلام و درود به آقای سلیمانی. خانم زری خانم، لیلا خانم میگه ایرانی ها اکثرا مفت خورن. خیلی ممنون که نگفتی همه. ما همه اون اشتباهی هی میگیم همه ایرانی ها. آفرین به شما. قدر مطلق رو بذاریم کنار، شروع کنیم بگیم که بیشتر ایرانی ها مفت خورن. یعنی اینجوری میشه اکثر اونایی که شما باهاش در تماس بودی مفت خورن. ایشون میگه مخصوصا ایرانی های لس آنجلس. حالا این خسرو کی هست که اینقدر گفته هاش برای شما آقای سربی مهمه؟ یادت باشه. دیگران هم میگن این لیلا خانم کیه که اینقدر گفته هاش برای شما مهمه. ولی اگه بری برنامه چهارشنبه رو نگاه کنی، همین آقای گفتم اسمش چیه، خسرو زوج، خسرو دوم، گفتار عقل بشر، توضیح داد که برای دیگران نوشت و هیچ که باهاش تماس نگرفت، ولی سربی چون آدمها براش مهم هستن باهاش تماس گرفت و گفت اون شخصی رو که شما میخوای اینجاست، این شماره تلفنش دادم، تماس گرفتن با هم. و از اون روز میگه من دیدم آقا این یکی فرق میکنه، این یکی نه قربون صدقه لیلا میره، نه قربون صدقه خسرو میره، نه قربون صدقه این و اون میره که بخوان $10 بهش بدن. لیلا خانم اگه یه چیزی رو درست گفت میگه آفرین، اگه یه چیزی رو داره زور میگه میگه خانم شما داری زور میگی. خواهرم هم که باشی، نمیدونم همسرم هم که باشی، تو این قسم نه با جورت نمی کنه آدم به همسرش درو ببندم. خب دوستان عزیز خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم. وقتی میرید قبرستون یا وقتی میرید مراسم یادبود یا ختم یه نفر، اون احساس اون چند دقیقه رو ای کاش آدم میتونست همینجوری همراهش داشته باشه. اینی که میگم حضرت علی گفت برای کار کردن فکر کن همیشه زنده ای، برای مردن فکر کن امروز روز آخرت هست و فلان، اینها اینا رو واقعا حالا چه علی گفته باشه، چه پلی گفته باشه، چه پلنگلی گفته باشه، اگه به کار ببریم، به کار ببریم خیلی خوبه. خسته نباشی سوربی جان. آقای تبار ما امروز حسابی به شما حمله کردیم، ولی چون میدونم و خودت گفتی و دیدی که حالا چند نفر بیننده اضافه شده، مثلا همین آقای مانی خورسندی آمده بود، اونم بگه آقا این دوربین رو انقدر تکون نده سردرد گرفتیم. در صورت سبا تبا رو من
15 16 سال میشناسم. حالا این ماجرای اونایی شد که از بین ما رفتن، روان خانم ناهید تبارم شاد یادشم به خیر، که ایشونم با تلویزیون مردم از لحاظ همین معاملات بنگاهی خرید فروش املاک و اینها مدتی که نشد کار میکردن، ولی همینه، امروز هستیم فردا نیستیم. گلپای شعری گفته، اگه کسی اون لیریک میگن چی میگن، اون متن شعر رو میتونه برای من بفرسته تا بخونم، میگه تا زنده ام برای من یک شاخ گل بیار، این دسته های گل بعد از مردن من بر مزار من چه سود. حالا اینه، خیلی خوشحالم سبا که اینجا هستی، خوشحالتر که یادی شد از همسرت. و بله، برنامه های خوبی داری، ولی اینی که هی میگی ما با حد اقل امکانات، این فقط داری عذر میاری که کمبودا رو به اصطلاح درست نکنی. ضمن اینکه کمبودا خرج نمیخواد، من بهت یه چیزی نشون میدم، اینو میبینی شما، اینو مثلا تلفنتو میبندی با این کشایی که دور پوله، با این بند مال که دندون تمیز میکنن که گفتن نکنین، فلاس میکنن گفتن نکنین، تلفنتو میذاری روی کتاب میذاری، یه قوطی از این قرصای نمیدونم فلان، این قرصای موفری، اینا رو میذاری رو هم، تلفنتو میذاری روش، اینا و اون حالت که تلفنه اینجوری تکون میخوره و اعصاب مردم خرد میشه. شما شاید هم فکر میکنی مردم اینطوری جلب توجه میکنن، نمیدونم، هرچی باشه ممکنه شما بهتر است. ممنونم سوربی جان، ما هم از شما هم. بله، میگه شعرها تبدیل شده به مواد مخدر. یعنی چی شعرها تبدیل شده به مواد مخدر؟ آقا این شعرها میگه راجع به مواد مخدر، من طرف میگه آقا فلانی شنیدی همشهریته، آقای نمیدونم چی همایون، حامد همایون مال شیرازه، میگم خب، میگه بیا گوش کن، میخونیم یه آهنگش، آقا آهنگ دومی همه دارن گریه میکنن، همه ذکر مصیبت میکنن، من نمیدونم اینا دیگه کیان. یه مهمونی بودیم هفته پیش شنبه، یه آقای جوونی که همه قبطه میخورن که آقا این آقای جوون خودش و خانمش گرین کارت برنده شدن، آمدن اینجا، ایشون مهندس عمران، مهندس ساختمون، کار میکنه برای یه ایرانی، اونم موفقه، اینم همه کاره شده اونجا. آقا چنان زانوی غم بغل گرفته بود که ما اون نسل سوخته هستیم. گفتم آقا شما تعریف این نسل سوخته رو برای من بگو. خب بیا بگو دیگه، با کی مقایسه میکنی؟ با آمریکایی بدبختی مقایسه میکنی که از بیپولی میره تو ارتش؟ با آمریکایی بدبختی مقایسه میکنی که میره از بیپولی سراغ ورزش؟ بعد که میره به یه جایی میرسه بدنش یه ضربه میخوره، انقدر بهش دوا میدن که معتاد میشه، با کی مقایسه میکنی؟ با من مقایسه میکنی؟ با سبا تبار مقایسه میکنی؟ ما چی داشتیم؟ ما در زمان شاه چی داشتیم که شما انقدر بهش قبطه میخورید که شما نمیتونی به دست بیاری؟ چرا اینجوری بگیم؟ خب بیاین صحبت کنید دیگه، ما بفهمیم. آقا ما اون نسل سوخته ای ها، حالا باید هممون ریش بزنیم، هممون سیگار بکشیم، هممون شعرهای خیلی مهم بگیم. همین آقا رو من نوشتم که آقا این فردا نشه صادق هدایت، اون نویسنده که با شما صحبت میکرد، اصلا این آدم افسرده است. این فیلمی که شما باهاش گرفته بودی، من 5 دقیقه گوش دادم افسرده شدم. ما همه جنایتکاران، آقا من از صبح تا شب از ایرانی ها انتقاد میکنم، بهشون میگم خسیسین، حسابگرین، مفتخورین، ولی جنایت، آقا کلمه جنایت یک کلمه بزرگیه، همینجوری نمیشه پرتش کنیم بزنیش به این خیانت، جنایت. بعد خب البته شما جواب دادی، گفتی من اصلا حواسم نبود، که اینم اشتباهه، حواست نباشه به گوینده هم بی احترام به اون کردی، هم بی احترام به بیننده. بعد گفتیم خب حالا فردا انشالله درست میشه. فردا اون یکی آمد گفت آقا من رفتم شیرینی از خونه میپزم، اینا رفتن. بابا معلومه باید شکایتت کنم، اونی که میخواد چی بپزه؟ تازه اون خونه ای که شما داری تو شیرینی میپزی، اگر صابخونه، اگر این کاندومینیوم ها به شما داده باشن که آقا آب و برق و گاز و گوز و فلان مجانیه، حالا شما داری گاز و مصرف میکنی که شیرینی بپزی بری چی بفروشی، هم از لحاظ مذهبی اشتباهه، هم از لحاظ شما داری رزیدنشال استفاده میکنی به جای کمرشال، از لحاظ سیفتی مسئله داره. وقتی دیدم اصلا این دوستون
حالا یه چیزی من از شما میخوام، برو دنبال پرونده این، شما به من بگو اون قاضیه چه قاضی احمقی بوده که 3 تا شهروندی که مالیات میدن، بیزینس دارن، آمدن از یه نفر شکایت میکنن، اون قاضی به این میگه شما چقدر وقت اینجا هستی؟ میگه من یه سال. میگه آفرین بر شما، برو همین کار ادامه بده. به اونا میگه شما چند سال اینجا هستین؟ میگن 30 سال. میگه برید دنبال گمشید، دنبال کارتون. خب یعنی چی؟ یعنی آقا شما قانون رو بذار زیر پا، مثل این. چرا احمق اومدی رفتی جای دیگه کار کردی؟ چرا احمق داری مالیات میدی؟ چرا احمق داری پول بیمه میدی؟ چرا احمق داری اجاره میدی؟ برو مثل این آقا یه خونه اجاره کن که آب و برق و گاز همه چی تو همون اجاره 700 دلاریت باشه، از صبح تا شب گاز رو روشن کن، کیک درست کن، بیا بفروش، بعدم بشین از زرنگیت صحبت کن. مرسی. خب سوری عزیز، من همیشه به دنبال نظرات متضاد و مخالف هستم. بسیار کار خوبی اگر نظرات به موافق همش گوش کنی، چیزی به جز بهبه و چهچه نصیبت نمیشه. بهبه و چهچه ها ما رو خراب میکنه. نظر مخالف و دوست اونی که میگه من بهت گفتم و بهت میگم. دشمن میگه راست گفتی، یا میخواستم بهت بگم. حالا ببین چه کسایی بهت گفتن اونا دوستتن، چه کسایی گفتن اه میخواستیم بهت بگیم وقتی یه ماجرا پیش اومده. مثلا شما خودتون فکر کنم سر ماجرای همسرتون که فوت شد و بیمارستان و شکایت و اینها گله کردی که آقا وقتی من مراجعه کردم هیچ کدام از اینها به من بلنگو ندادن. آقا راه قانونی داره، برو جلو بیمارستان وایسا اعتصاب کن. اینجا یه ماشین فروشی هست بهش میگن HBL، حالا اول اسمش بوده و اینها. یه آقای سیاپوسی ماشین مرسدسش رو برده بود درست کنن، بعد پول زیادی ازش گرفته بودن، ماشینش درست نشده بود، دوباره رفته بود گفته بودن دوباره باید پول بدی، این گفته بود من دیگه نمیخوام. یه تابلو گرفته بود دستش، آمده بود نوشته بود HBL، حالا به جای HB گفتم چیه نمیدونم، HBL، این نوشته بود HBL یعنی جهنم. بعد نوشته بود اگه میخواین کلا سرتون بره برید اینجا. آمدن رازیش کردن، گفتن آقا تو رو خدا بیا تو، دست بردار، شما اون موقع به من مثلا تماس نگرفتی، ولی به این روزنامه‌هایی که میگی تو کالیفرنیا و کانادا و فلان اینها تماس گرفتی، اونها عکس العمل نشون ندادن. خب اینا خودتون قشنگ گفتید آقا روزینامه است. آقا اگه روزینامه است خب روزینامه است دیگه، ولش چه انتظاری داری؟ آگهی میزنی؟ اگه شما میخواستی یه آگهی بخری بهت نمیفروخت، یه چهارم روزنامه رو بگیری به گوش دیگران برسونی که این بیمارستان مثلا این کار اشتباه رو انجام داده که به فوت همسرتون ختم شده، اون کار رو انجام میداد. احتمالاً شما گفتید که به عنوان پابلیک سرویس به اصطلاح اناونسمنت، یعنی مجانی. خب اونا میگه آقا من برای خودم دشمن درست کنم که چی؟ تازه از لحاظ قانونی هم نمیدونم که چه عواقبی داره. این از این. دوستان عزیز اجازه بدید ما این تصویر مصویرمون رو جمع کنیم. یادم رفته چیز رو روشن کنم، اسکایپ رو روشن کنم برای آقای نیساری. آقای نیساری دفعه قبل که با هم صحبت کردیم تصویرشون سیاه‌سفید شده بود. البته میدونید این روزا یکی از افکتایی که به عکس ها میدن، عکس ها رو سیاه‌سفید میکنن، خیلی هم قشنگتر. سبا تبار میگه یک صندلی داغ باید با هم بریم، دعوتت کردم نیومدی، و چون نیومدی میخواستم اسمتو نگم همین جوری برم، ولی میدونی که این دهن ما زیپ نداره که زیپشو بکشی. Express yourself سبا. این لیلا هم دستت شده. بله، کالچر ایرانی همه چاپلوسی و تملقه. خب شما هم یکی از ما هستی خانم لیلا خانم. یکی از ایرادهای بزرگ تو من به این سعید میگیرم، هی میگه ایرانی اینجوری اینجوری، میگم سعید تام یکی از ما هستی، چه کار کنی؟ اقلا بیایم مثل سوربی که میگه کارمون خیلی خرابه، شما بگید کالچر ما ایرانیا، اون وقت جواب چیش هم داشته باشید، راه حلش هم داشته باشید. اولین کاری که به همه قسمت ها کمک میکنه سعی کنیم دروغ کم بگیم. من میدونم این آقای مصطفی زاده هر جا هست سلامت باشه،
گفت آقا من اگر روزی 10-15 تا دروغ نگم اصلا امورات جاری زندگیم نمیگذره، پس بیاین دروغ کم بگیم تا بعد برسیم به یه جایی که دروغ نگیم، ببینیم چی میشه. ممنون و متشکرم از یکایک شما. اجازه بدین از فرخ تشکر کنم که نقنقای من بالاخره کار کرد و فرخ آمده قشنگ نوشته که آقا من این فیلم رو نگاه کردم، نظرت راجع به این فیلم چیه؟ من این با آقای اکبری دیدم، شما رو با خسرو فرح و هر دوست هستی. عزیز من ببین این سیستم فیسبوک، ما هر روز که کار باش انجام میدیم فکر میکنیم میدونیم چی به چیه، ولی اونایی که استادن میگن ما نمیدونیم، تو کار فیسبوک موندیم. من آقا یه جایی میبینی یه گروهی اسمی هست، منم اسمم اونجاست، آقای فرابرم اونجاست، دلیل نمیشه من با ایشون دوست باشم. بعد من اون اوائلی که اومده بود و با تلویزیون ایتو بود، آقای امید امیدوار، یکی دو بار بهش گفتم آقا این مزخرفاتی که تو میگی بیا اینجا ببینیم چی میگی، جرأت نکرد بیاد. وقتی جرأت نمیکنه بیاد که من نمیتونم برم شمشیر و قمه بردارم برم دنبالش، شما از دعوت کن، از منم دعوت کن. برنامه‌ات که راه افتاده بود که ببین چقدر سخته به موقع هر روز بیای، ببین چقدر سخته به موقع هر هفته بیای، همین سباتبار کارش قابل ستایشه که هر شب 9 شب برنامه داره، هر هفته یه مسئله رو میاد میگه. حالا میفهمه که آقا چقدر مشکل بود سربی هر روز بیاد بشینه و من حاضر هر روز برم زنگ بزنم. الان برنامه رو شروع نکرده یه نفر بهش زنگ میزنه میگه آقا ما هنوز چیز نگفتیم، شما زنگ زدید. سبا اینجوری بود، جوانتر بود، ما هنوز هیچی نگفته بودیم، میمد میگفت 2 قدم شعر 2 کلمه، میگفت آقا دستم به دامنت، ما هنوز حرف نزدیم، بذار ببینیم حرف امروز چی. ولی شعراش قشنگ بود. حالا چرا میگه شعرها شده اعتیاد نمیدونم، توضیح بده. بله امروز آقای آرمان مجیدی نیکدل یک ایمیلی برای من فرستاد، خیلی جالب بود. این ایمیل به اصطلاح برای آقای رضا پهلوی بود و نوشته بود آقای رضا پهلوی شما اول بیا به این شعبون بیماخای دوربرت، مخصوصا خانوما، وای 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 که این خانوما دیگه چه قوقایی دیدید. حتی خانم زنوسی که نمیخوام بگم ایشون طرفدار پادشاهیه، ولی گفت که اصلا بیشتر اینا هستن که به این اون حمله میکنن. و خیلی جالبه آقا رضا پهلوی که میگه من نگرانم که اسلام از بین بره، باباشم که شاه اسلام پناه بود، پدر بزرگش هم که گل میمالید به سرش، پیاده میرم مشهد، من نمیدونم شما یه دفعه از کجا بی اسلام شدید و چه کمکی کردن این آخوندا. همین دیروز تو مراسم ختم دوست ما دیدم این ور عکس پاسارگاد، اون ور عکس تخت جمشید. بذارید بهتون نشون بدم، 4 تا 5 تا عکس گرفتم. بله ببینم اگر باز بشه بهتون نشون بدم. خب آره، کدوم مراسمی شما دیدین در دوره شاه تو مراسم ختم آخوند نباشه؟ تو مراسم ختم عکس، بله اینجا میبینید عکس تخت جمشیده، این و این ورتر عکس پاسارگاد بود، یا همین زیر این عکس خسرو، یا پشتش عکس خسرو، این عکس خود خسرو. اینجا اینجا خیلی مرتب خیلی منظم، این بغلم میوه و قهوه و اینها بود که به اصطلاح هر کی میخواد خودش کمک، خودش هلپ، چی میگن، خودش از خودش پذیرایی کنه. و این بود هی مردم رو برد به طرف حرم نمیدونم مطهر فلان فلان. حالا این حاصل شده این آخونده، این آخونده فرزندان خلف آقای اسلام، شاه اسلام پناه هستن بدون هیچ زیاد و کمی. حالا دیگه هر چی شما میخواین زور بزنید. ببینیم آقای مینویی کی با ما زنگ زده، میست کال فرام پاریس. این آقای مینویی بعد از برنامه ما وقتی میخوان زنگ بزنن دوباره اشتباهی به ما زنگ زنن به برنامه بعدی. ایرانی غیرت نداره، اگر داشت کشورش دست آخوندها نبود. ایرانی کشورش و آخوندها تصاحب کردن؟ نه خانم تصاحب نکردن. چرا گول خودت میزنی؟ کجا حمله کردن تو محل شما؟ بودن
بودن تو بطن جامعه بودن این مساجد. شما صبح بیدار شدی دیدی یه مسجد ساختن وسط میدون خیابونتون و حمله کردن، بودن اینا، از این مساجد به عنوان پایگاه استفاده کردن، انقلاب کردن و گرفتن و بردن. اگه شما میگی تصاحب کردن یعنی جنگیدن، اگه جنگیدن جنگیدن به دست آوردن دارن غنیمتش استفاده میکنن. نمیخونه حرفاتو، نمیخونه با اون چیزی که میگید هی عوض میکنید. یه روز میگید حالا میایم میگیم کارتر پول داده، میگیم آقا اگه کارتر پول داد اینجور اونجور، بعد میگه نه حالا اینو ولش کن، حالا میایم میگیم اون گواتا چی بود، گوالوپ چی بگید دیگه، گوادالوپ اونجوری بود، تا اونو میگیم دوباره میگیم. یه چیزی بنویسید بگید اینه، اینهایی که ایران هستن از من و شما ایرانی تر، دلیلش اینه که اینا همه عمر کثیفشون اونجا بودن، من و شما اقلا دو سه تا کشور رفتیم قاطی شدیم، از من و شما حالا آریایی تر که اون اصلا مزخرفه که کسی بگی من آریاییم، بیان هر کدومتون آریایی هستین من پول اون دی ان ای تست رو بهتون میدم، به شرط که $1000 بذارید اینجا که اگر آریایی نبودید ببازید. ایرانی رفته چیز کرده میگه من 49% هندیه، گفتم برای که هندی ها خیلی هاشون ایرانی هست، پارسی هستن. هی مشتی ریختیم دور هم دیگه، مش آشغال کله، درونم خوشی که همه فرهیختگان هستیم. خب ببریم تون حالا سراغ آقای فرزاد نیساری، بلکه دو کلام از ایشون یاد بگیریم، از ما که چیزی یاد نمیگیرید که جز مزخرف. یک دقیقه زودتر زنگ زدم نیستی آقایه، حتی بعضی هم میدونی وقتی شما با اسکایپ بهشون تماس میگیری تلفنش زنگ میزنه، آیفونش زنگ میزنه، آیپدش زنگ میزنه، اینم این سیستمی که این آقا شما زنگ بزن به من نیستی. آقای سوربی شما با کلامت فقط از یک جنبه یا معنا میبینی یا میخونی. ای خدا پدرتو بیامرزه. خب معلومه من اینجا نشستم من از این جنبه میبینم، شما اونجا نشستی شما از اون جنبه میبینی. الان من اینو به شما نشون میدم، به شما میگم شما چی میبینی، شما میگی من نوتریشن فکت، میگم برو گم شو، چی نوتریشن فکت، من دارم اینو میبینم. خانم هم من درست میگم هم شما درست میگی، ما اینجا 20 ساله میگیم، ما که اینو میبینیم میان میگیم اینه، شما که اینو میبینی بیا بگو اینه، این که نشسته کنار میبینه که این اینه، اینجوری به صورت سه‌بعدی میبینه. دوستان منتظرید که یه چیزی راجع به پرینترهای سه‌بعدی براتون بگم. یک آقایی آمده دیده این مدل ها خوراک نمیخورن، لاغر میشن، اینجوری میشن، قدشون کوتاه، کفش بلند میپوشن، اومده دیجیتالی یک مدل درست کرده، یه مانکن درست کرده. حالا میگه رسیدم به جایی که این مانکن رو میتونه بفروشه، شما با پرینتر 3D سه‌بعدی پرینتش کنی، این خانم یا آقا رو ببری خونه. میدونم حالا شما میگه آقا بود، بله نمیدونم این چیزای سکس توی مال چین و اینا بوده، $6,000 $8,000 ژاپن و چین، ولی این فرق میکنه با اون، این یک مانکنیه که الان دارن توی چیزای فشن ازش استفاده میکنن، فشن یعنی مد و اینها. بله خب با سلام بر آقای سوربی عزیز، لیلا خانم عزیز، یک دور حاکمیت به آخوندا بدهکار بودیم تا ما جهاب. بله خدا پدرت بیامرزه. اینم یه فلسفه‌ایه، میگه آقا یه دور حکومت به آخوندا بدهکار بودیم تا خودشونو به مردم بشناسونن، ولی بیا جلو آقای محمد رجبی، هر دوره‌ای که شما بگی آخوندا توش بودن، همین آمریکا آخوندا توش دخالت داره، طرف میخواد انتخابات بشه میاد تو کلیسا میاد تو تلویزیون میگه اگه به این رأی ندید سین انجام دادید، گناه کبیره، باورت میشه؟ خب اینم اینسی که فرزاد
اویلیبل نیست. به هم گفت اگه نمیخوای امروز یه روز دیگه، فکر کنم کار داشت. من 3 دقیقه گذشت از ساعت 3 و اگر نباشی دیگه اسکایپ رو خاموش میکنیم. یه روز دیگه، روز دوشنبه با آقای دکتر عابدی وز شد. آقا چرا تصویر شما سیاه‌سفید شده آقای؟ خب بدم نیست دیگه، این صادقانه ترین تصویر همین سیاه‌سفیدا است. گوشی خدمتتون باشه، من تصویر شما رو بدم به کامپیوتری که شما رو هم میبره داخل سیستم. من به دوستان گفتم که آقای فرزاد نیساری بیان اینجا تا به ما بگن که چه باید کرد. حالا شما بعدن بعد از برنامه این دوربین تو اگه جدا از کامپیوتره، از کامپیوتر جدا کن، یه بار خاموش روشن کن، شاید این ستینگش یا تنظیماتش برگرده به اون اصلی. ضمن این که شما سیاه‌سفیدت هم قشنگ و جذابه. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری هستیم و من در حین صحبتای ایشون 2 صفحه فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون میدم. اگه خواستید با خودشون مستقیما تماس میگیرید، سوالی اگه دارید یا نظری دارید با ایشون در میون بذارید. بله آقای نیساری، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. بنده پیروز، با درود بر شما آقای سروی و بینندگان گرامی و با بهترین آرزوها، با درود به همه ستمدیدگان، زحمتکشان، معلمین و استادان زندگی ما و فرزندان ایران، و مهمتر از همه با درود به گرسنگان و فرزندان بی سر و پناه ایران. دست روی همگی را می‌بوسم. هموطنان گرامی، بازی شطرنج مهره های بیشماری دارد. این بازی ریشه‌ای را و تاریخی در سرزمین ما تاریخ بسیار کهنی دارد و در شناخت دوست و دشمن می تواند ما را یاری کند. باید به یاد داشت که هر کدام از مهره ها قابلیت حرکت ویژه به خود دارد و نمی توانند خارج از قاعده خویش حرکت کنند. اما این بازیگر است که با مهارت مهره ها را در حد توانایی خویش به بازی وارد می کند. آن کس که با مهارت مهره ها را در موقع مناسب و با سیاست مناسب و طرح و فنون پیچیده خود به حرکت درآورد و از ضعف حریف نیز به نفع خود استفاده برد، شانس بیشتری در بازی دارد. همان گونه که می‌دانید، در این بازی یکی برای پیروزی نقشه به پیش می‌برد و دیگری برای زنده ماندن مهره‌های خود را به حد توان در موضع دفاع قرار می‌دهد. البته هر دو تلاش برای پیروزی است، منتها معمولاً یکی بازی بهتر هست و اون هست که بازی رو به پیش می‌برد. سیاست حاکم بر ایران در 200 سال گذشته همانندی زیادی به بازی شطرنج داشتند، با این توصیف که برنده بازی در اکثر مواقع همچون حال بیگانه و به همکاری خودفروش دست نشانده عصبی بودند. متاسفانه در این بازی شطرنج سیاسی فنهای ویژه‌ای به کار رفته و می رود که در زیر به چندی از آنان می پردازند تا با هم بتوانیم شانس بهتری در مقابل پیران استعمار و استثمار جهانی داشته باشیم. برای نمونه پایان حکومت قاجار را در نظر بگیرید و جایگزین کردن آن با پهلوی ها را مرور کنید. مهره ها، دست نشانده ها، آرایش قوا، سیاستمداران خریده شده بسیاری، ایجاد بلبشو و ناامنی، پیش زمین سازی اخراج قاجار و پایریزی پهلوی. درست اون زمانی است که بحبوحه انقلاب مشروطه است
و انقلاب مشروطه به اصطلاح به پیروزی رسیده، چیزهایی هم ثبت شده و امضا شده. ما از یک سو آرایش قوای نیروهای سیاسی ایران رو داریم که به اصطلاح با خوشنودی و با روی باز به توی مشروطه می نگرن. در اون طرف تیر استعمار و استثمار رو داریم که به یک ترتیبی در این بازی بایستی ما رو شکست داریم. چه کار میکنه؟ با استفاده از اوباش، کنار گذاشتن نیروهای حافظ ایمنی مردم، یعنی برنامه رو میریزه. طرحش به این ترتیب هست که نیروهای قذاق رو از پایتخت بکشید بیرون، امنیه ها رو خارج کنید، بعد اوباش و چاقوکش ها و نمیدونم هر خرابکار رو در درون شهر با میداره که بعد بشو ایجاد کنن و ایجاد ناامنی کنن. حتی اگر شده در راه ها مردم رو بزنن، بچاپن و این رو به اسم ایلات و عشایر جا بزنن و مردم هم وقتی نگاه میکنن میبینن که بله، مهره بعدی رو بازی میکنه استعمار و استثمار. رضا هولدر بزدر رو میاره جلو، همون کسی که در رأس به اصطلاح قذاق‌ها بوده و چند روز پیش امنیت رو ایجاد کرده، حالا رفته گرفته خوابیده کنار یک جایی نشسته، شاید در ایجاد همون ناامنی هم حتما دست داشته. ایشون میاد جلو و ایجاد امنیت میکنه. ای بابا، ایشون میشه قهرمان به اصطلاح ایجاد امنیت در ایران. چه کسی در ایران امنیت ایجاد کرد؟ آقای رضا هولدر بزدر. البته این اسم هم بهش میدن، دیگران بهش میگن رضا هر چیز. بنابراین این یکی از به اصطلاح پیشه‌های بازی شطرنج سیاسی بوده در کشورهای مختلف. این سیاست را بیگانه در زمانها و مکانهای مختلف به انجام رسانده. برای نمونه همین چند سال پیش در تونس، در لیبی و در سالهای بسیار گذشته در ایران در کوزهای 28 مرداد این شگل رو پشت سر هم داره پیاده میکنه. البته به انواع مختلف و به گناه های مختلف، ولی در ایجاد بلبشور هست، در ایجاد ناامنی هست. مثلا در خاورمیانه با ایجاد داعش میاد یک سیستم به اصطلاح برهم ریزی رو انجام میده، یک سیستم آشوب و تشنج رو به وجود میاره. منتها پشت این قضیه خودش به اصطلاح آتشبیار معرکه است، ولی کنار نشسته. ولی برای مردمی که از اینها شناخت ندارن و به وضوح و بیشتر به خاطر این است که دست نشانده های داخلی اون درون نشستن و به اصطلاح به نظر میرسه که اینها هم زبان ما یا هم زبان مردم منطقه هستن و هیچ خبری نیست و همه چیز در دست خود هست. حرفه‌کارانی که در این بازی شطرنج در مقابل آماتورها قرار میگیرند همان برندگانی هستند که مهره های خود را برای پیروزی با نقشه های دستچین شده با تیم‌های کارآزموده به کار می‌گیرند. هر مهره‌ای را در جای معین خود و در زمان معین خود و در جهت معین خود به کار می‌گیرند. آرایش قوا، زنده نگاه داشتن مهره‌ها، درست مثل بازی شطرنج هست. شما مهره‌هاتون رو پیش می‌برید، تلاش این هست که کشته ندید و حریف رو به اصطلاح که شما هستن. همه مهمند، اما آنچه از همه مهمتر است حرکت دادن مهره ها در زمانهای مناسب است که تداوم بازی را به پیروزی یا شکست می‌کشاند. برای پیروزی مهرز همه چیز باید به کیش و مات شدن حریف پایان یابد. البته کیش و مات شدن این است که در اون برهه به اصطلاح بازی خواست این بازی شطرنج سیاسی چی است و پیروزیش در چی نمود. برای نمونه هدف بازی شطرنج سیاسی به دست آوردن سرمایه های مالی ایران به هر طریقی. این یک به اصطلاح لحاف مولا نصرالدین است. شوخی نیست سرمایه که در ایران هست، نفت و گاز و معادنی که در ایران هست اصلا غیر قابل تصور هست. تو خواهد حساب بکنید که مملکتی که 1% جمعیت دنیا رو داره ولی نزدیک به 10% معادن دنیا رو، اونم معادن بسیار ثروتمندی رو در درون خودش نگاه کنید. در زمان شاه ایشان اینها یا خود همین ایشون به راحتی سرمایه را صرف خریدهای کلان اسلحه و مهمات میکرد و به جای ارباب پول اسلحه ها رو ما میدادیم، ولی در سرزمین های بیگانه همچون عمان و
زفار از جیب مردم ایران بخشش میکرد و برای بیگانه میجنگید. اونها که شد سرطانی ما که نبودن که، یا چیزی از اونجا به ما نمیرسید. در حقیقت خرج و مخارج این جبهه جنگ اونها رو هم ما میدادیم. به هر روی مردم بیدار شدن در 1357. حالا به هر ترتیبی مهره ها تغییر کردن، یکی رفت دیگری آمد، بازی عوض شد. این بار مردم ایران را نمیشد به همین سادگی فرار داد، بایستی یه طرح جدیدی در این شطرنج پیاده میشد. جنگ را انداختن که خود همین خمینی و اجنبی های درون خودشون یکی از عوامل بسیار مهم و فشار دادن به این جنگ به جلو بودن. مهره های انقلابی ایران را در این راستا از بین بردن، نزدیک 2 میلیون کشته و زخمی ما دادن. در ایران مبارزین را به دار کشیدن و به سیاه چال انداختن. ببینید انقلابی شده در 1357 مردمی به نظر من، و انقلابیون جلو اومدن، مردم به حرکت به جنبش در اومدن. اینها رو باید دیده، اینا برای اون بازی شطرنج به اصطلاح پیر استعمار و استثمار در جهت مناسبی نیست. اینها نمیتونن حالا بیان همون سرمایه ایران رو به همین سادگی بردارن ببرن. بنابراین در اون بازی باید حرکتی کنن که این مهره از بین بره، با استفاده از مهره های داخلی همچون خمینی و یارانش که خود اینها کمک کردن که اینها رو بر سر کار بیارن. جلو میرن، جنگ ایران و عراق رو راه میندازن و اکثر کسانی رو که انقلابیون بودن یا به طور کشته یا زخمی بیش از حد به عنوان جانباز اینها برمیگردن. ولی اینها کسایی نیستن که در سیاست آینده ایران نقشی بازی کنن. اینها در حقیقت میشن وابسته به کسانی که قدرت رو در دست گرفتن و دزدیدن. با در نظر گرفتن موارد بالا موقعیت کنونی را در نظر بگیریم. حالا ببینیم ما با استفاده از این تجارب چه کار بایستی بکنیم که یک همچین کلکی دست سر ما بازی نکنه. البته این تنها شیوه مبارزه نیست. اونهایی که بازی شطرنج کردن میدونن که تقریبا بازی های شناخته شده شطرنج در یک کتاب قطوری که هر صفحش به اصطلاح یک پلان و یک طرح بسیار پیچیده هست و یک کتابی به این کلوفتی پر میکنه و به همین سادگی نیست. اما یکی از بازی ها همین هست که الان توضیح میدن در دو انقلاب. ببینید در حال حاضر هر وقت که بساط مملکتی به هم میریزه، هر وقت که اقتصاد مملکتی به اصطلاح شکسته میشه و برشکستگی عمومی ایجاد میشه، چه سرمایه مالی داشته باشه چه نداشته باشه، اون چیزی که عامل تغییر دهنده و تعیین کننده هست موجودیت و وجود داشتن نیروهای جوان و آماده به کار هست. حالا هرچی این نیروهای جوان و آماده به کار قابلیت و استعداد به اصطلاح بیشتری داشته باشن، چه از لحاظ نیروی بدنی و چه از لحاظ نیروی فکری، هر چقدر که اینها تحصیل کرده تر باشن توان بیشتری دارن در وجود آوردن ثروت. خب در ایران انقلابی شده، میلیون ها جوان در اون موقع، من آقای تربی هم جز جوان ها حساب می شدیم که دوست داشتیم مثلا برای ادامه تحصیل بریم دانشگاه یا بالاخره یه کاری کنیم، ولی حاضر به کار هم بودیم. باید اینها رو از بین می بردن، یعنی هم بایستی ثروت مالی ما رو به باد می دادن و می دزدیدن، همین که ماها رو یک جوری حیف می کردن و هدر می دادن و می کشتن. این کار رو به درستی در 1357 در زمان 8 سال جنگ با عراق و به اضافه پولهایی که در جاهای مختلف مجبور کردن اینها را خرج کردن، یا از بیسوادی اینها یا از خودفروشی اینها، این کار انجام دادن. حالا ما رسیدیم به بزنگاه تاریخی دیگری. در این بزنگاه تاریخ 40 سال خودفروختگی این رژیم وامانده و پسمانده به وضوح روشن شد. میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران رو اینها به جیب اجنبی ریختن. حساب بکنید اون به اصطلاح اسلحه هایی که اینها از همون اسرائیلی که اینها داد مرگ بر اسرائیل میزدن میخریدن با 3 برابر قیمت، این پولش توی جیب زرادخانه های تولیدی توی ایران میرفت. خیر، این اسلحه ها رو کی میسازه به جز کشورهای بزرگ و کشورهای غرب و صنعتی؟ بنابراین این پولی رو که شاه
با تیر خاطر به اینها میداد، اینها به اصطلاح با ایجاد جنگ نه تنها جوانها رو کشتن، بلکه باز همین پول روانه بازار اینها شد. حالا این جریان ها گذشته، 8 سال جنگ با عراق تموم شد، چه کار کنیم چه کار نکنیم، اومدن جنگ رو کشیدن به اصطلاح به سوریه و به جاهای دیگر. کشور سوریه رو اینها داغون کردن، یعنی ساختمان سالم در بعضی از شهرها نگذاشتن. پول اینها رو کی میخواد بده؟ ایران به اصطلاح این احمقها به نام اینکه اینها شیعه هستن و ما هم شیعه هستیم، با سرمایه ایرانی رو، بچهای ایرانی گرسنه توی ایران گیر کردن، نمیدونن گورخواب داریم، بچه‌ها پاپتی و بدون کفش و لباس و فلان، مدرسه ندارن، چیزی ندارن، ولی این پول رو میخوان بفرستن اون ساختمان‌ها و زیربنای خراب شده سوریه رو اینها بسازن. در هر صورت خب حالا ما رسیدیم به جایی که جوانهای ما تندازه آگاه شدن. من گفتم یک هفته پیش که نظر اینها این هست که این جوانها رو بکنن گوشت لای بسترها جلوی توپ. همین چند روز پیش یکی از همین احمقهای بی سواد به اصطلاح مردم فرید اومده گفته که ما 14 میلیون دانش آموز آماده به جنگ و وطن پرست داریم. یک دفعه اینها اون حس وطن پرستیشون گل کرده، یک دفعه ایران الان ایرانی شده. یکیشون که صحبت از کوروش و داریوش و نمیدونم امپراتوری هخامنشی میکرد و این که آقا یهودی ها به ما بدهکار هستن چون ما اینها رو نجات دادیم. احمد 40 سال هست که شما به خاطر به باز دادن ثروت ایران و در همدستی با بیگانه که اسرائیل هم به اصلاح پاش هست، اینجا اشتباه نشه، من از قوم یهود و از برادران یهود هم شهری ها به اصطلاح در شیراز ما یهودی زیاد داریم، من از اینها دفاع میکنم و از این که اینها باید سرزمین خودشون رو هم داشته باشن دفاع میکنم و شکی داری نیست، ولی اونها در حال حاضر اون سیستم به اصطلاح مدیریت اونها با دولت های بیگانه در حقیقت تلاش در تخریب کردن زندگی و مردم ایران دارن. به هر روز اون مسئله سیاسی رو ما در برنامه دیگر میتونیم به وضوح و با بیشتر درش وارد بشیم، ولی در حال حاضر اینها رفتن اومدن با استفاده با دادن سرمایه و اینها به اینها به اصطلاح برای اینها شعار هر سال که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و غیره و فلان. یک دفعه ایران چی هست نمیدونم، سرزمین اسلام مرز نمیشناسه. یک دفعه رسیدن به اینکه آقا دوران هخامنشی ایران مرزهای ایران از نمیدونم از خاور میرسیده به فلان جا و از باختر میرسیده به فلان جا و ما از چین تا دریای مدیترانه رو در اختیار داشتیم و الان هم این امپراتوری به قدرت بزرگی خودش داریم. اگر اون این خوب هست، اون هم پس خوب بود، چرا این همه بد میگیره؟ در هر صورت و اینی که این 86 شعبی هایی که از عراق وارد ایران شدن، اینها همه به زبان فارسی صحبت میکنن و اینها از خود ما هستن. همون جور که قبلا گفتم همچین چیزی نیست، هر کسی که زبان فارسی صحبت کرد که ایرانی نیست. در حقیقت اینها همین سیدهایی که عمامه سیاه به سر میذارن، در حقیقت خط و مرز بین ایرانی بودن و نا ایرانی بودن خودشون رو با همین عمامه سیاه کشیدن. که چرا؟ چون ایرانی حق نداره عمامه سیاه سر بذاره، چون از اینها نیست و جدا از اینها و اینها ژن برتر هستن. حالا بگذاریم، به هر روی مثلا این هست که اینها دیدن که دستشون در مقابل مردم ایران رو شده و جوانهای ایران حاضر نیستن بار دیگری پس از 40 سال سرکوب معلمها رو به زندان انداختن، کارگرها و زحمتکشها رو به زندان انداختن، زندانها رو پر کردن از به اصطلاح سیاسی های ما، شکنجه میدن، کشته میکشن، اعدام میکنن، به دار میکشن، تجاوز میکنن به زنان و دختران ما و بچه های ما و همه اینها یک دفعه آقا به همین سادگی میخوان این رو بروبن بکنن زیر قالی و بگن خیر ایرانی ها همه در دفاع از به اصطلاح شیعه و مذهب اسلام بایستی بیان و میان و میگن. همچی چیزی من به شما قول میدم که جوان ایرانی برای اینها نخواهد جنگید. ببینید چه جالب هست که فرمانده سپاه و بسیج همین 2 روز پیش اومد توی تلویزیون و اعلام کرد که وظیفه ارتش هست که بره از برون مرز دفاع کنه و سپاه کمک رسان به این هاست. تا دیروز، تا قبل از اینکه این مسئله ایجاد بشه و کسی قرار باشه
گوشت دم تو بشه، این سپاه بود که به اصطلاح آیات جزام و به اصطلاح اون زاده ها مارزاده های اینها رو، این واژه به اصطلاح جدیدم هست در رابطه با بچه های اینها که نگیم آقازاده و یا حرامزاده، اینها به اصطلاح مارزاده اینها هستن و به سپاه باید کنار بشینه و به عنوان نیروی به اصطلاح کمک رسانه به ارتش بره جلو. حالا حساب بکنید که سرکوبگر که هنوز در خیابون ها توی سر بچه های ما میزنه، هنوز در خیابون ها به محض اینکه سه نفر رو هم جمع شدن و گفتن آقا خور و ماکو اینها رو میخواد بگیره و بکوبه، اون کسایی که مالشون رو به اصطلاح با اعتماد به این به اصطلاح اسلامی ها در رفتن در بانک ها گذاشتن و در به اصطلاح صرف داد ستت کردن، همه اینها رو دزدیدن و بردن. خامنه‌ای صداش در رابطه با این دزدی ها اصلا در نمیاد چون خودش در دست این دوتا هست. اینها برای مردم رو شده، حالا میخواد از جوان ایرانی که آقای جوان شما بیا بیرون یک دونه تفنگ تکتیر و دوتیر و مسلسل دهتیر بهت میدم، برو وایستا در مقابل به اصطلاح جنگنده ترین و به اصطلاح علمی ترین و مدرن ترین سازه های جنگی آمریکا در مقابل اونها وایستا و پناه شد. خب اگر جوان ایرانی این تاب و توان رو داره که ما داریم، ما می جنگیم، هیچ شکلی داریم نکنیم و منظورم این نیست که ما از جنگ هراس داریم، ولی اگر جوان ایرانی این تاب و توان رو داره که بره با گرفتن یه یک یا جسته یا نمیدونم یک اصلاحی تکتیر و دوتیر و دهتیر در مقابل نیروی نظامی و اصلاحی های مدرن یک کشور مدرن مثل آمریکا و دیسته، مسلمن میتونه در مقابل سپاهی و در مقابل بسیجی و در مقابل حتی ارتش اگر در مقابل اینها بیسته، این بایستی بتونه از پسون هم برگیاد. اگر جوان ایرانی میتونه بره اصلاحی دست بگیره و در مقابل ارتش آمریکا با اون همه به اصطلاح مهمات و نمیدونم حواسما و غیره که از بالا بزنه، از پایین بزنه، از نمیدونم دستگاه‌های پیچیده دیجیتال حمله بر بشه و غیره به اینها حمله کنه، اگر میتونه در مقابل اونها وایسته، مسلما در مقابل کمتری از آنها که ارتش و سپاه باشه میتونه وایسته. و برای همین هست که اینها و اربابانشون الان گیر کردن. از یک طرف گوشت دم تو که 14 میلیون به اصطلاح جوان تسخیر کرده و رزمی و رزمی نه به اون صورت منظورم که همین امروز میان توی خیابون پد، ولی تقریبا آگاه جمع شدن میخوان اینها رو از بین ببرن که ثبات این رژیم رو نگه دارن، از دوباره پولهای این رو از ایران رو به طریقی به حیل بکنن، ولی جوانها حاضر نیستن به همین سادگی جلو بیان. اینا گیر کردن. آقای نساری من عذر میخوام از شما چون دوستان سوالاتی میکنن، اجازه بدید من این سوالات رو برای شما بخونم اگه دوست داشتید پاسخ بدید. اولا به شما تبریک میگم، ما یه بیننده خیلی سختگیری داریم که مدتها نبودن، ایشون خانم لیلا میلانی امروز آمدن، اول یه سری با من دعوا کردن ولی الان که شما رو دیدن میگن که این آقا به اصطلاح خیلی تعریف میکنن هم از قیافه شما و از صحبت کردناتون، ولی ایراد هم گرفتن، میگن که یک سخنگو یا سخنور نباید از روی نوشته بخونه، که من با ایشون کاملا مخالفم چون من معمولا به دوستان میگم که حتما حتما یادداشت برای خودتون داشته باشید که از تکرار مکررات پیشگیری بشه و بدونید که در مورد چه موضوعاتی میخواین صحبت کنید. و شما اگه نگاه کنید استاد دانشگاهی که 40 سال یک درس مشخص رو میده باز با خودش جزوهش رو میاره و از روی جزوه شروع میکنه، باز میکنه، بله یک نگاهی به جزوه میندازه، درباره اون قسمت اون پاراگراف صحبت میکنه. این در مورد خانم میلانی و ایشون میگه با تمام احترام این چیزایی که شما دارید میگید تقریبا برای من کهنه است. آقای سبا تابعار که شاعر هستن و نویسنده و خودشون هم برنامه‌های تلویزیونی دارن از کانادا نوشتن که شما بیا و مردم را از آخوندهای نو و کهنه بگی و این کار جدی و توی گود بودن، این کار جدی بودن و توی گود بودن می‌خواهد. شما هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن نداری. ملیت الان نقشی بازی نمی‌کنه.
و ایرانیان داخل ماها رو قبول ندارن. حزب اللهی ها هم ایرانی هستن، مجاهدین هم ایرانی هستن، خمینی هم ایرانی بود، رجوی هم ایرانی بود. نمیدانم چرا روی ایرانی بودن شما تاکید میکنه. بعدشون توضیح داده که مغز وقتی شسته میشه و خود ایرانی هم میخواد شسته بشه، ایرانی و غیر ایرانی ندارد. جواب شما به این دوستان چیه؟ بسیار عالی. ببینید، خود من در دانشگاه هم درس میدم. صدا میدی که؟ اینجا خوبه، بفرمایید. بله، خود من در دانشگاه هم درس میدم و همون که شما گفتید، برای اینکه تکرار مکررات نشه و به اصطلاح بکن مطلب بپردازیم، همیشه ما نوشته استفاده میکنیم. حتی سخنگویانی که رئیس جمهور آمریکا صحبت میکنند، اونها هم در جلوشون نوشته دارن، ولی نوشته رو در اصطلاح صفحات شیشه‌ای که وقتی شما از جلو از ها دوربین می‌بینید، شما رو نمی‌بینید، ولی اونها از اون پشت نوشته رو می‌بینن. حتی گوینده‌های رادیو و تلویزیون از روی نوشته می‌خونن، ولی این نوشته ها رو با دستگاه‌های بسیار جالبی در مقابل چشم اینها می‌ذارن که وقتی این داره به اونها نگاه می‌کنه، به نظر شما میرسه که اینها دارن از بر می‌خونن. بنابراین ایرادی نیست. ولی بگذارید به کنه مطلب بپردازیم که اینا میگن این گفته ها تکراری است، و به کنه مطلب بپردازیم که من مثلا اونها ایرانی هستن، مجاهد ایرانی هست، خمینی هم ایرانی هست و غیره و غیره. خب ببینید دوستان، بله شکی در این نیست. اول اینی که ایرانی های داخل ایران ماها را قبول ندارن، اینا علت داره. ما 40 سال هست خارجی ها 40 سال هست که هیچ کار مثبتی نکردیم، یعنی نشستیم فقط توی سر همدیگه زدیم، ما کار عملی نکردیم. ما نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون که ادعای بسیاری میکنیم و خیلی هامون هم دکتر و پروفسور و غیره هستیم، همه کسانی هستیم که نتونستیم بعد از گذشت 40 سال یک برنامه تضمینی برای منافع مردم ایران بنویسیم. ما حاضر نیستیم، حق و حاضر نشدیم هنوز، حق و حقوق یکایک که مردم ایران، تساوی حقوق، تساوی اقوام، دادن تضمین به هموطنان کردمون، به هموطنان لورمون، به هموطنان قشقاییمون، به هموطنان به اصطلاح ترکمن و غیره و غیره و بلوچمون، به اینها این تضمین رو بدیم که آقا ما برابری همه اونها رو میپذیریم. ما نشستیم بر سر جنگ، ما شده جنگ شاه و مصدق، جنگ ما شده جنگ رضا شاه کی بود، نمیدونم فلان کسک چی بود، ما مردم رو فراموش کرد. بنابراین اگر من در ایران بودم، همینجوری برخورد به شما می‌کردم، در این ایرانی‌ها به ما برخورد می‌کردم. این یک. من صدا می‌تونه می‌پیچه نمی‌دارم چرا. شما اگه اون اسپیکرتون رو بتونید صدا رو ببندید وقتی صحبت می‌کنید، این مشکل برطرف میشه. الان بهتر؟ الان من مشکلی ندارم، بفرمایید. بسیار خب. ببینید، مسئله این است که بله، کنار گفت شستم و بیان انگش کن مطلوی تاری از من یا خمت دوزی دادن و همچین کاری نکنیم. ما در ضرور ایمان و از مردم و با مردم ایران کار میکنیم و خودمون هم اون کسایی که طرفدار ما هستن در درون ایران دارن کار میکنن. نیرویی که ما ازش پشتیبانی میکنیم نیروی است به نام جنبش ایران بانان و اینها در درون ایران فعال هستن و اونجا حرکت ایده حرکتشون در درون ایران است. در خارج از ایران ما چند نفر بیشتر نیستیم و نیازی هم نیست، اکثریت حرکت ما در درون ایران هست و به این هم اعتقاد داریم که به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. اما صحبت ایران و ایرانی بودن یک مسئله ای است که در 200 سال گذشته بیشتر این ضربه رو به ما زده. زمانی که انگلیسی ها شروع کردن به خرید قله و به اصطلاح غذا و مواد غذایی در داخل ایران که متعاقب اون 10 میلیون ایرانی در قحطی از بین رفتن، این همون زمانی است که رضا قلدر بزدل به اصطلاح سردار قزاق بود و در و با قزاق‌ها جلوی مردم می ایستاد که به اصطلاح شورش نکنن و آشوب نکنن و این قزاق‌ها بتونه توسط انگلیسی دیگه هم برداشته بشه و بره. احمد شاه به انگلیسی‌ها صحبت میکنه و میگه که شما چرا رفتید از به اصطلاح تجار خرید میکنید، بایستی بیاید خریدتون از خودم بکنید. صحبت این جناب این نیست که آقا چرا خرید میکنید،
میگه بیاد از من بخرید، از اونها نخرید. این کسی است که به اصطلاح در اون زمان شاه ایران هست. از این ایرانی ها بسیار هست. من همیشه صحبت کردم و تو این صحبت ها دارم میگم شناخت دوست از دشمن. ما در درون خودمون تا دلتون بخواد خودفروش داریم. من میگم مهره های داخلی، مهره های دست نشانده. خمینی ایرانی بود ولی دست نشانده است. هر کسی که بیاد در درون ایران و حرکتی کنه که در نتیجهش سرکوب مردم ایران باشه، شک نکنی که دست نشانده است. زمانی که کل دنیا در عرض 300-400 سال گذشته داره رشد میکنه و به اصطلاح به پیشرفت‌های صنعتی نائل میشه، اون رهبریت ما اومده ایران رو سرکوب میکنه. جوانهای ایرانی میخوان ابداع کنن، اختراع کنن، اینا تمام کارخونه ها رو بستن و فقط جنس از خارج وارد میکنن. این کجاش ایرانی هست؟ مجاهد اومده میگه که آقا من مدافع منافع مردم ایران هستم، بعد میخواد سر زنها لچک بکنه. همون زنهای ما در داخل ایران الان اومدن توی خیابون لچک از سر کندن و در مقابل اینها ایستادن. مردهای ما ترسان اون کنار وای میسن فقط نگاه میکنن. خیلی خوب، مجاهد میگه ایرانی هستم، من برم چگونه به این زن ایرانی در داخل پیجه کنه، به این دختر ایرانی بگم که آقا مجاهد ایرانی هست، تو هم ایرانی هستی؟ میگه آقا برو بزن توی من حاضر نیستم لچک سر بکنم. رهبریت این سازمان میخواد لچک سر مردم بکنه. بعد شما نگاهی برنامه های اینها بکنید، میگید ما اپوزیسیون در خارج از ایران همه این حرفا رو شنیدیم. شما این حرفا رو شنیدید، در عمل نشنیدید، شما حرکت عملی رو ندیدید. و این تفاوت بین ما و شما همین است. ما فقط حرفش رو نمیزنیم. شما توی وبسایت من اگر برید میبینید اولین کاری که کردم پای منشور یک پارچگی مردم ایران رو نوشتم. اون رو بخونید، بعد تفاوت بین اون و اون چیزی رو که آقا رضا پهلوی میگه، بین اون و اون چیزی که مجاهد میگه، بین اون و اون چیزی که به اصطلاح سکولارها میگن، اینها رو بسنجید و ببینید کجا تشابه در اینها هست. به هیچ وجه نیست، هیچ تشابهی در اینها نیست. زمان 1357 درگیری ما با سازمانهای سیاسی از چریک و پیکار و مجاهد و نمیدونم حزب توده که البته خائن حساب میکردیم همون آن روز هم و سازمان‌های مشابه جبهه ملی و غیره، این بود که آقا برنامه کاری شما چی هست؟ یک عده گیر کرده بودن که آقا اصلا این رژیم کی هست؟ این رژیمی که سر کار اومده مردمی هست، غیر مردمی هست؟ نمیدونم یکی میگفت بورژوازی ملی هست، یکی میگفت نمیدونم بر علیه سرمایه‌دار هست، یکی میگفت مدافع مستکبران هست، یکی میگفت فلان. هیچ کس اینها نمیگفتن که آقا اینها واپسگرایان به اصطلاح عقب مانده عهد عتیق و 1400 سال سلطه اسلام بر ایران هستن و ما میگفتیم. امروز شما برنامه ما رو بخونید، این برنامه بر مستاق همون 40 سال هست. به هیچ وجه این صحبت ها تکراری نیست و مشابه نیست. برنامه رو بخونید و این برنامه رو هر کم بودی داره بیاد بگید آقا چه کم بودی داره. ما منافع مردم ایران رو تضمین میکنیم، ما حقوق زن و مرد و از هر جنسیتی که هست، حالا مرد زن، از هر قومیتی که هست، میخواد کرد باشه، قشقایی باشه، ترک باشه، نمیدونم ترکمن باشه، بلوش باشه، غیره، همین ها رو مساوی حساب میکنیم. کدوم یکی حاضر هست بگه که آقا در نمیدونم انجمن های مردمی آینده بلوچ ها هم بایستی نماینده خودشون باشه؟ میگم خیر. حتی اون به اصطلاح پیشرفته ترینش در اومده میگه نه خیر آقا، به این صورت نیست. ما بایستی بگیم هر کسی که قابلیت و به اصطلاح دانش این رو داره که بیاد در درون کنترل کشور شرکت کنه، ما اونها بایستی بیان. بنابراین اگر در بلوچستان سوادداری نیست، کسی رو نفرستم. به این سادگی نیست. بایستی تضمین بدیم، بایستی از فرزندان خودمون که فرزندان ایران هستند به صورت مشابه و برابر نگهداری کنیم. این حرفا حرفای تکراری دیگران نیست، حرفایی است که ما در عمل پیاده میکنیم. شما، من میام بارهای دیگری هم در آینده در این برنامه شرکت خواهم کرد، شما برنامه من رو بردارید، برنامه ما رو نگاه کنید، با برنامه های دیگران مقایسه کنید، بعد بیاید بگید آقا جون فلان برنامه رو که شما گفتید در سازمان مجاهدین هست، در نمیدونم مهستان هست، در نمیدونم حزب فلان هست، نیستم چه چیز. آقای نیساری، منظورتون از وبسایت صفحه فیسبوکتون بود یا اینترنت؟ یعنی وبسایت دارید؟ اگه وبسایت دارید بگید، اگه نه من فیسبوکتون رو نشون دادم. اون به اصطلاح اساسنامه یا منیفستی که میگید کجاش هست؟ در فیسبوک خود من، آزاد نیساری،
در عکس ها اگر نگاه کنن بله. یکیش هست پای منشور یک پارچه ایران. آها. پارچه منشور یک پارچه شدن مردم ایران. من اینه که میبینم فقط اگه لطف کنید بعدن اون لینک رو روی این برنامه بذارید ممنون میشم، چون حسن وبسایت اینه که چیزا میمونه بالا پایین نمیشه، ولی فیسبوک شما وقتی عکس‌ها رو میذارید عکس‌های جدید که میاد هی اونا رو میبره پایین، مگر اینکه هی هر روز اونا رو به اصطلاح نگه دارید بالا. من تنها چیزی که الان اینجا میبینم به صورت نوشته همون عکسی هست که نوشته ایرانی بیدار باش، پیش از قبول هر اتحادی باید دوست و دشمن را بشناسیم، آزادی و استقلال ایران در گرو مردم سالاری و مردم شاهی ایرانیان است، سنگ محک درستی و نادرستی مبارزین و دادخان ایران پایه منشور یک پارچه شدن ایران است. اگه لینک این رو یا نوشته این رو یه جوری اینجا قرار بدید ممنون و متشکرم. و همونجوری که شما گفتید امیدوارم در برنامه‌های آینده دوستانم اگر سوالی مطلبی دارن با شما تماس بگیرن برای شما ارسال کنن که شما بتونید بیاین و در اون موارد صحبت کنید. خیلی ممنون که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه ازتون خداحافظی کنیم تا برنامه های آینده. مردم ما به اندازه کافی از سرداران گذشته خود دفاع نکردن، یکی از اونها سردار اسعد بختیاری هست. ما پیشگام شدیم 30 اردیبهشت رو روز سردار اسعد بختیاری نامیدیم. امسال سال سومی هست که این مراسم در آرامگاه این سردار بزرگ ایرانی به انجام میرسه و بدین وسیله به مردم اعلام میکنیم که هرچی بیشتر در این بزرگداشت شرکت کنند. سردار اسعد بختیاری، ما سرداران بسیار دیگری از اقوام دیگر داریم، ستارخانها داریم، باقرخانها داریم، سولت الدوله های قشقایی داریم، ناصر خان داریم، خسرو خان داریم و افراد مشابه، و اینها رو به مرور زمان معرفی خواهیم کرد. مردم ایران بایستی بدونن که رژیم به اصطلاح دست نشانده پهلوی علی‌رغم 57 سال حکومت چه کار برای یعقوب لیث صفاری کرد. شما برید آرامگاه یعقوب لیث صفاری رو ببینید، واقعا خجالت آور هست. یعنی کنه وطن پرستی و وطن ناپرستی اون رژیم گذشته رو نشون میده. بعد برین آرامگاه به اصطلاح خمینی دجال رو نگاه کنید، در مقایسه با یعقوب لیث صفاری کنه وطن فروشی اینها رو هم به اصطلاح نگاه کنید. این یک مطلب هست. مطلب دوم این هست که همونجور که گفتم جوانهای ایرانی الانه بایستی حواسشون باشه که بلبشوی چجوری بگم سازماندهی نشده و زود رس رو در بین اینها ایجاد نکنن و اینها رو بعد و اینها رو به بد راه به دریاها بکشن. امکان این بسیار زیاد هست، منتها متاسفانه با خفقانی که هست ما نمیتونیم سازماندهی جور دیگری کنیم و بیان بگیم آقا جون مثلا در فرانجه‌ها دور هم جاشید، در بلانجه‌ها دور هم جمع بشید. این است که بایستی حرکت‌ها خودجوش صورت بپذیره، ولی مردم بایستی هر چه بیشتر بدونن که آقا انقلاب این بار به دست این هست که ما خواسته های اون پایه های منشور یک پار شدن ایران رو ما به دست بیاریم. اگر نیاریم باختیم، هر کدوم از ما حاضر شدیم باختیم. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. با سپاس از وقتی که بمنده. مرسی. بدون. خب دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و اگر مایل هستید باشون تماس میگیرید. طبق معمول خانم لیلا میلانی سوال کردن که چرا از ایشون نخواستید که خودشون رو معرفی کنن. ببینید خانم میلانی، از زمانی که فیسبوک آمده دیگه هر کسی فیسبوکش رو که نشون میدیم، شما میرید تو فیسبوک میخونید اونجا و اونجا اون شخص راجب خودش در قسمت About Me or About Us توضیح داده که کی هست، چی هست، برنامهش چیه. ایشون حتی گفت اساسنامه اون جنبش ایران بانان اونجا هست. فعلا چند سال پیش یه نفر دیگه آمده بود، اون آقا لور بود و اون هم یه چیزی به نام اصلا خودش رو اصلا خطاب میکرد ایران بان و نمیدونم چی شد. البته میگم این دوستان میان با شور و هیجان، بعد از مدتی میبینید که هیچ اثری نیست. این شما هستید که به عنوان بیننده و شنونده
اگر یه چیزی براتون جالب هست اون وقت میرید بیشتر در موردش تحقیق میکنید. شما الان فرزاد نیساری رو که میزنی دو تا صفحه اونجا پیدا میشه، یکی فرزاد نیساری، یکی فرزاد نیساری دوستان. من فکر کردم ایشون وبسایتی هم داره، ولی به نظر میرسه که تو همون روی همون فیسبوک با دوستان و طرفداران و به اصطلاح افرادی که در تماس هستن اونجا با هم چی میگن صحبت میکنن، مینویسن و مثل مدرسه و دبستان رفتار نکنیم که یه نفر باید همه چیز رو برای ما بگه. مثل دانشگاه رفتار کنید. دانشگاه خیلی یعنی بیشتر وقتا یه چیزی رو به شما میگفتن، بعد شما اصلا کلمه دانشجو هم اینه. ببین اونجا میگفتن دانش آموز، یکی میاد بهش آموزش میده، ولی به دانشگاه که میرسیدی دیگه شما دانش آموز نبودی، شما دانشجو بودی، شما خودت میرفتی دنبالش. برید ببینید که آقای فرزاد کیست، باش تماس بگیرید، بنویسید آقا شما اینو میگید برنامه چیه و الی آخر. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. 17 دقیقه دیگه برنامه شماره 222 آقای حسن ارشاد از ایران با اون مشکلات کامپیوتر و فیلترینگ و اینها میشینه ضبط میکنه، مدت ها طول میکشه تا روی یوتیوب بذاره، برای ما میفرسته، ما میشینیم اینجا از یوتیوب دریافتش میکنیم، سیستمش رو عوض میکنیم، با سیستم خودمون یکی میکنیم و برای شما نشون میدیم و هر کسی به نظر خودش کاری رو داره انجام میده. این شما هستید که با پیوستن به اونها، با تأیید کردنشون اونها رو موفق میکنید، یا با اینجا میگن walk away، یعنی با دوری ازشون راه خودتون رو میگیرید میرید و اونها رو تنها میذارید. اینجا ما کار بزرگی انجام نمیدیم، ما فقط شما رو با این دوستان در ارتباط قرار میدهیم. این هم از این. خب تاریخ هم یه بار دیگه، امروز 17 می هست و بله داشتم راجع به فرخ صحبت میکردم که دو تا ویدیو فرستاده بود، یکیش ویدیوی داشکل داستانیه که توی شیراز بوده و اینها، و من حقیقتش نمیدونم که حقیقی بوده یا داستان بوده و از این فیلم ها زیاد بود. حالا ایشون نوشته بود فکر کنم اون اصلیشو دوست داره، من خودم هم آهنگا رو اصلیشو دوست دارم، اوریجینالشو دوست دارم، چون با اونها بزرگ شدیم، چون اونها تو مغز ما شکل گرفته. و بذارید یه چیز دیگه هم برای من فرستاده بود، این درست برمیگرده به اون چیزی که من اون روز گفتم، وقتی که درست برای هم دیگه بفرسیم، شما به من احترام بذاریم، بگی که این چیه، نظرت چیه، منم به شما احترام میذارم، میگم گرفتم، اینم نظر من. اولا ممنونم که برنامه قبلی و این برنامه رو مثل که با دوستانت شیر کردی. بعد نوشته که سال 1354 رستوران مرغ کنتاکی خیابان عفیف‌آباد شیراز. بله من یادمه، ولی حقیقتش از گرونی من هیچ وقت اونجا مرغ سوخاری نخریدم نخوردم و نتونستم. حالا دوستان دیگه اگه تونستن احتمالا خوردن که اون باز مونده، نوش جانش. بله این فیلمم داشکل و آقای فرخ نوشته که Dear Parcel, last night I watched new movie of داشکل but I think the old one was better. همین که میگم همیشه اوریجینال ها حتی کیفیتشون خوب نباشه بهتره. حالا شما اونی که میگید نیو هست اون چجوریه؟ اونا یعنی مثل داستانی که آقای مفید، بیژن مفید درست کرده بود، شهر قصه، بعدن چندین بار اجرا شد، چندین بار ضبط شد، من حتی مثلا دیدم به صورت رنگی ضبطش کردن و اینها، و من اون قدیمیشو که سیاه و سفید بود و تو ایران پخش شده بود و تو تلویزیون ایران نشون داده بود، اونو بیشتر دوست داشتم و روی یوتیوب و اینها هم هنوز هست. برید ببینید اگر ندیدید شهر قصه رو، یا حتی اگه دیدید اون زمان، الان که برید ببینید برداشتتون میبینید ای بابا یه چیز دیگه است، ای بابا اونا چیا میفهمیدن ما نمیفهمیدیم، ای بابا چه خبر بوده. اینو من به طرفداران پادشاهی میگم برید نگاه کنید و این شهر قصه ببینید که واقعا چه شهر قصه‌ای بود ایران اون زمان.
و اما ایشون نوشته درود دیر پارسا، what you think about this video that Mr. اکبری sent. من نگرفتم ویدیویی از آقای اکبری و مسلماً اون چیزایی که برای شما میفرستن، یعنی لزوماً اون چیزایی که برای شما میفرستن چیزایی نیست که برای من میفرستن و کار بسیار خوبی هم میکنن. حالا براتون هم میگم، شاید آقای اکبری بفهمه که شما فیلمای قدیمی رو دوست داری و بدونه که من اصلا حوصله فیلم ندارم، من خبر بیشتر برام جالبه. اتفاقا اینجوری شما به اصطلاح کاری کردی که ما تشکر کنیم که یه چیزو برای همه نمیفرسه و این گروه ها و اینها که درست شده تو فیسبوک واقعا دردسر و مزاحمت بیش نیست. خب ببینیم که اینجا بله، خانم زنوسی یه سری رسید و اینا فرستاده بود. من گفتم که اصلا اون کسایی که کمک میکنن احتیاج به این رسیدا ندارن، چون اول به شما باید اطمینان کرده باشن که بهتون کمک کنن و اینجوریه. من فکر نمیکنم هیچ دکتری بیاد برای $10 من و شما، $50 من و شما کلک بزنه. بعد اینفو ببینم چیه اینفو. آها اینجا یک دوستمون پتیک برای من نوشت که عطاشو به لقاش بخشیدم یا لقاشو به عطاش بخشیدم. گفتم من همیشه یادم میره عطایش را به لقایش بخشیدم چیه، ولی این داستانش رو امروز پیدا کردم. وقتی پیدا میکنی و میخونی دیگه یادت میمونه. عطایش رو به لقاش بخشیدم، شما موقعیه که یه وضعیتی قرار میگیری که اگر یه کاری رو برات انجام بدن، یه چیزی رو بهت بخشیدن، بهت عطا کردن، بعد به خاطرش یه دردسری همراهش میاد که این کلمه لقایش من نمیدونم چیه، دردسرش چیه. این ماجرای یه تاجری بوده، گویا دزدا میزنن بهش و چیزاشو میبرن و این فقیر میشه و وقتی میرسه به شهرش از ترس طلبکارا میره تو خونه و بیرون نمیاد. دوستش میره میگه چیه، میگه ماجرا اینه. میگه خب این که کاری نداره، یک نفر هست در شهر که کمک میکنه به افرادی مثل تو و پولی مبلغی بهشون میده که اینا فعلا اموراتشون رو بگذارنن، وقتی وضعشون درست شد میان برمیگردنن. اینا با هم میرن خونه اون طرف، وقتی میشینن میبینن افراد زیادی مستمند و محتاج و اینا اونجا هستن و اونا وقتی صحبت میکنن با این آقا که بخشنده بوده و کمک میکرده، میبینی این آقا خیلی بددهنه و حرف به اصطلاح بد میزنه، توهین میکنه. طرف تاجره به این میگه آقا بلند شو بریم. میگه چیه؟ میگه من نمیخوام این به من کمک کنه. میگه چرا؟ خلاصه ماجرا این داستان زیادتر از اینه. میگه من عطایی رو که این میخواد به من انجام بده به لقایش بخشیدم و نمیخوام. این ماجراست. فیلم های ایرانی همه لاتی حرف میزنن. بله خب برای که شما نگاه کنید فیلم های آمریکایی هم، اون فیلمی که میخواد از بطن جامعه صحبت کنه همش فحش و فضیحت توشه، چون فرهنگش فرهنگ خیابونیه دیگه و الان هم که دیگه وایت هاوس شده فرهنگ خیابونی که چه عرض کنم، فرهنگ حالا هرچی. It's made in IG، من متوجه نمیشم. It is made in IJ، یعنی جمهوری اسلامی. یک کمی حالا من نمیدونم چقدر وقتت کمه که این مثلا آخونده ها رو میدنیسی IJ چیه؟ بهروز وثوقی واز از اداش اکل. بله اون فیلم من دیده بودم، من فیلم ها رو نگاه میکردم، با وجودی که اصلا میگفتن تماشای فیلم ایرانی کسرشن هست و اینا، ولی فیلم های ایرانی خوبم بود و ما هم با همون فیلم ها متاسفانه بزرگ شدیم. و بیاین بریم سفره افطار ماه رمضان. یادم اومد که یکم چایی اینجا دارم بخورم. دیروز رفته بودم یه جایی، این دوستمون چایی و زولبیا و شیرینی به ما تعارف کرد، بهش گفتم که ما روزمون باطل بشه گناهش گردن شماست. یه خانمی که از فلوریدا آمده بود گفت ما رمضونه. گفتم خانم شما اگه نمیدونستی شما روزت قبوله، مسئله نیست. بعد گفت نه من از سرسوتا آمدم و اینها، نه از پنسکولا. گفتم خب پس شما عذرت موجهه، چون مسافر هستی روزه بهت باطل نیست.
ولی این ایام روزه و افطار و اینا رو دست کم نگیرید، با هم اینو نگاه کنیم و ببینیم که دیدید الان این سفره‌های خیلی بزرگی میندازن از اینجا تا اونجا. پارسال بود که بود فیلم سفره مشهد و اینا رو نشون میدادن، خیلی هم بهش افتخار میکنن که ببینید چند هزار نفر شام میخورن افطار میکنن. این هم یکی از اون سفره هاست که ببینید که ماه رمضان چگونه ذات خوب این مسلمانان رو آورده بیرون. یکیشون با ملاقه زد سر اون یکی. خب بس دیگه ما هم بریم. آره آره شما اینجا نوشتی جمهوری اسلامی، اون بالا نوشتی آی جی. آی جی کجا؟ جمهوری اسلامی کجا؟ بله اینا که اومدن افطار کنن تو سری گیرشون اومده و دعوا و از این ماجراها. ببینیم چی میشه. ما اینجا اینو بعضی وقتا این فیلم ها رو که نشون میدیم بستگی داره از تلفن کی آمده باشه، از کجای دنیا به ما رسیده باشه، یک کمی گیر میکنه و اذیت میکنه. الحمدلله برطرف شد، اینجا هستیم. دوستان عزیز از اینکه با ما بودین ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. مثل آقا خسرو نباشید که پیام میذاره میگه من خسروم، وقتی دوستمونو بهش معرفی میکنیم میره کارش انجام میده، بعدن که میاد دیگه نمیگه من خسروم. ای خسرو خوبان تو قرار بود که خوب باشی. خب هممون یه عیب و ایرادی داریم، اگه عیب و ایرادی هم از برنامه من میبینید نمیگم به بزرگی خودتون ببخشید، با صبر و حوصله برام بنویسید، ایمیل کنید، تلفن بزنید، پیام بذارید، اگه بتونم تلاش میکنم اون معایب رو برطرف کنم. بریم ایران و آهان 6 دقیقه دیگه مونده، اب نداره یه نفسی بکشیم شما و من و این رو هم روشن کنم و یکی دوتا مقاله دیگه براتون بخونم. ببینم که اینجا چی هست. بله آهان، اون دوستمون گفتم آرمان مجیدی نوشته بود که آقای رضا پهلوی ثمره کوشش 40 ساله شما این است. نشته آقای رضا پهلوی خوب به سه کامنتی که یکی از طرفداران حقیر و فحاش شما در فیسبوک گذاشته دقت کنید. من نه توهینی کرده بودم نه حتی کامنتی نوشته بودم، فقط در صفحه فیسبوک فرشگرد در مورد دیدارتان از مؤسسه هاتسون یک ایموجی، ایموجی این عکسایی که مثلا یکی داره میخنده یکی داره گریه میکنه، عکس بادمجون میذارن، عکس توپ میذارن، بگذاریم دیگه حالا میدونید خودتون. همین خب این خانم چرا این کامنت های زشت رو نوشته؟ حالا اسم اون خانم هست زهره ایزدیار. خب دیدی چرا؟ برای که اینا ایزد یارشونه، خدا سایه شاه بود، شاه اسلام پناه بود، چه بدبختی سر ملت در آورد و خودش جور در به در کرد، اینا ایزد پناه هستن. خانم میلانی میگه که by the time it's end of your show you're calm down. میدونی چرا؟ چون دیگه دارم میرم، دیگه میدونم که گاردمو نباید در مقابل شما گرفته باشم. اگه شما شدی یه روزی بیننده خونسرد و ریلکس و کامی که به منم آسایش دادی، منم این گاردو میندازم پایین. وقتی هم گاردو بندازی پایین دستت دیگه خسته نیست. حتما شنیدید اون ماجرایی که میگه استاده آمد و یکی یه لیوان داد به این شاگردای کلاس، گفت اینو بگیرین دستتون. یه 5 دقیقه که گذشت اومد گفت خستتون شده؟ گفت بله. گفت خب بذاریدش زمین. گذاشتنی زمین. گفت بعضی وقتا این لیوانا رو همینجوری دستتون نگیرید، بذارید زمین. ما هم همینه. خوشحالم که شما امروز با ما بودید، دوستانتون هم دعوت کنید. روز روزگار بر شما خوب خوش و به امید دیدارتون دوشنبه و برنامه بعدی هم بهتون گفتم آقای حسن ارشاد با 222 برنامه از ایران. بازم از اون دوستمون آقای خلیج فارس
ممنون و متشکرم. و ای کاش تمام مشکلات زندگی آقا خسرو به داشتن یا نداشتن اینکه آقای خلیج فارس اسم داره یا نداره برطرف میشه. به امید روزهای بهتر و فردای روشنتر با شما خداحافظی میکنم. مرسی.